KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیسنی، درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه دوم ماه می سال 2020 میلادی برابر با 13 اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز خرسند که در بامداد نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با سیامک ثابت‌ایمانی و فرشاد بلندیان، کارگردانان فنی برنامه، با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندانش امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 1 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homasarshar.com، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام هم آرشیو می شود. براتون امروز یک برنامه پروپیمون تدارک دیدیم، پس بلند شید، چای اول رو بریزید، سر میز صبحانه بنشینید و با ما باشید تا ساعت 10. بازتاب خبر. نخستین مهمان برنامه امروز من دکتر آرش آری آرامش هستند. دکتر آرامش صاحب نظر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی هستند و وکیل دعوی دادگاه‌های فدرال و ایالتی و تخصص ایشون در قانون اساسی و امنیت ملی است. دکتر آرامش فوق لیسانس خودشون رو در علوم سیاسی از دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن گرفتند و درجه دکترای حقوق رو از دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد و مدت نیز به عنوان دستیار وزیر دفاع ویلیام پری کار میکردند. دکتر آرامش مهمان برنامه‌های خبری اغلب کانال‌های تلویزیونی آمریکا هستند و در نشریات مختلف نیز مقاله می‌نویسند. از آقای دکتر آرامش دعوت کردم که به دلیل ویژگی‌های خبری چند هفته گذشته که بسیاری از آنها زیر پوشش مرذلات کرونا پنهان مانده بود، مهمان این برنامه باشند تا در مورد مسائل سیاسی بین کشورهای مختلف که همچنان گرم هستند و روز به روز هم مسائل متعدد دیگری به آن اضافه می شوند ولی زیر پوستی باقی ماندند صحبت بکنیم. آقای دکتر آرامش هم با لطف فراوان دعوت مرا قبول کردند. آقای دکتر آرامش، از شما سپاسگزارم و صبح شما بخیر. سپاسگزارم، صبح شما هم بخیر و باعث افتخاره که امروز در خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون هستم. ممنونم. خب در این مدت چون بیشتر به فکر این پندمی که کرونا بودیم، شاید توجه نکردیم که همچنان مسائل سیاسی بین کشورها یا داخل آمریکا یا داخل ایران، دو کشوری که خب بیشتر مورد نظر ماست، داره اتفاق میفته. یکی از مسائلی که شاید این روزهای ازش صحبت زیادی نمیشه، روابط بین ایران و آمریکاست که از قبل از اینکه پندمی که کرونا شروع بشه مقداری خصمانه شده بود و همچنان هم از قرار معلوم خصمانه باقی مانده، ولی مثل که هیچ کدوم از دو طرف کاری نمی کنن چون درگیر این قضیه هستن. شما تحلیلتون از این وضعیتی که الان توش هستیم چی؟ در مجموع حالا چون با بحران یا بدون بحران کرونا، جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا منافع ملی خودش رو که تعیین می کنن و تفسیر و تعبیر می کنن در منطقه کاملا با هم در تضادن. از طرفی باید منافع جمهوری اسلامی رو با منافع ملی ایران جدا گذاشت، چون بالاخره منافع جمهوری اسلامی اول و از همه مهمتر حفظ نظام و بقای خودش هست، ولی این حفظ و بقای نظام با کمک به گروه‌های نیابتی در منطقه، با حضورش در منطقه، با سرکوب مردم در داخل و سیاست‌های دیگه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که جمهوری اسلامی داره، اینها رو در تضاد مستقیم قرار میده با ایالات متحده و متحدینش در منطقه. بدون کرونا یا با کرونا، بدون زمین لرزه یا با زمین لرزه، بدون بحران‌های مختلف طبیعی یا غیر طبیعی، در مجموع چه بخواهیم چه نخواهیم این شکاف ها باز سر باز خواهند کرد و ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران باید یا اختلافات خود را حل بکنند یا اینکه ببینیم برنده این جدال اقتصادی، سیاسی و گهگاه نظامی، چه مستقیم چه غیر مستقیم که خواهد بود. شما با وجود شرایط موجود در دنیا
احتمال وقوع جنگ یا برخورد بین آمریکا و ایران رو میبینید آقای آرامش؟ پیش بینی اینجور مسائل خیلی سخته. ما حتی یک انتخاباتی هم که با این همه نظرسنجی‌های معتبر داریم نمیتونیم به درستی پیش بینی بکنیم با واقعیت. بستگی به متغیرهای میدانی داره. عرض کنم به حضور شما متغیرهای میدانی هم هر لحظه میتونن عوض بشن. از طرفی خب رئیس جمهور ایالات متحده آقای ترامپ شخصی است غیر قابل پیش بینی. هیچ کس انتظار نداشت که در ماه ژانویه آقای ترامپ بعد از اینکه خب نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق حمله کردند به مقر نیروهای ایالات متحده، البته اینم در نظر داشته باشید که چندی رو چند حمله مختلف شده بود و ایالات متحده خویشتنداری کرده بود، حدوداً بین 11 تا 12 حمله مختلف راکتی از ماه اکتبر تا ماه ژانویه انجام شده بود، ولی هیچ کس انتظار نداشت که پاسخ ایالات متحده کشتن قاسم سلیمانی باشه و حتی خود اونها هم اونقدر از این قضیه مطمئن بودن که دیگه قاسم سلیمانی خیلی راحت در ملای عام بدون آن باید و شایدهای امنیتی شخصی عبور و مرور میکرد. چرا؟ چون میدونست که اونهایی که میتونن بکشنش ایالات متحده اونها فعلا نمیخوان این کار رو بکنن. اون کار که آقای ترامپ کرد نشان داد که یکم آدم غیر قابل پیش بینی است، همونطوری که ما از قبل میدونستیم، و از اون طرف هم هر شخصی که صحبت میکند علیه در مورد عدم دخالت یا عدم میل به دخالت در خاورمیانه برای بار چندم، اما ابایی از این هم نداره که گهگاهی برای گزینه‌های آنچنان پرقیمت هزینه بالایی هم بله. این که حالا در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد بستگی به متغیرات میدانی داره. یکی از تنش ها همینطور در خلیج فارس داره بیشتر میشه، تنش ها در منطقه شام داره بیشتر میشه و تنش ها در عراق و حتی افغانستان داره بیشتر میشه. در تمام این اقصانوات هم حضور ایالات متحده رو میبینید، هم حضور جمهوری اسلامی و نیروهای منتصر به اون. اگر این رو با قاطعیت داریم میشه گفت که اگر جان تعداد بیشتری پرسنل نیروهای نظامی یا حتی غیر نظامی ایالات متحده تهدید بشه و آنها کشته بشن، ایالات متحده بدون شک پاسخ خواهد داد. با تحلیلی که الان شما کردید و با وجود همگیری کرونا و وضع بسیار فجیعی که این قضیه داره در ایران، که هم در واقع ما آمار درستی نداریم از اون اتفاقاتی که در اونجا افتاده و در عین حال هم دولت و حکومت جمهوری اسلامی حسابی بیچاره است در مقابله یا معالجه یا پیدا کردن راه حل، آیا فکر میکنید سکوت و حمله نکردن و یا حرکات تروریستی از طرف جمهوری اسلامی در این مدت یکی از دلایل این هستش که در ایران در این گرداب کرونا افتادن و نمیدونن چیکار بکنن؟ آقای آرامش، نه، بحران های داخلی هیچ وقت تأثیری بر سیاست های منطقه جمهوری اسلامی نداشته. سیاست خارجی نظام بر اساس اون عمق استراتژی که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای تعیین میکنه، اون عمق استراتژیک هست در هم در منطقه شام تا دریای مدیترانه و اون حاشیه امنیتی که برای خودش با وجود گروه‌های نیابتی درست کرده در کشورهای مختلف. من مثال بزنم در مورد تایید این برداشت خودم، یکم فرستادن موشک قاصد و ماهواره نور به مدار زمین، هرچند که خب ماهواره و موشکی است نه چندان پیشرفته، اما بالاخره نشان می‌دهد که اون هزینه و آن همت هنوز پشتش هست که سپاه برای پیش بردن اهداف خودش حالا چه کرونا چه بدون کرونا انجام بده. دوم، در عراق کشمکش ها بوده، در خبرها نمیاد، ولی نیروهای نیابتی از کتاب حزب الله گرفته اصحاب اهل حق، عرض کنم به حضور شما حرکت نجبا، اینها گروهایی هستند که بسیار نزدیک هستند به جمهوری اسلامی، از هادی عامری که خب بالاخره یکی از سردمداران گردانهای بد بود در مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، از کسانی بود که زیر بیرق عرض کنم به حضور شما قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و کسی بود که اونم با سلیمانی کشته شد سینه میزد. در مجموع اینها تحریکات بوده، راکت پراکنی بوده، زد و خورد بوده، ولی آنچنان نبوده که به خبری بشه. و سوم، تحرکاتشون در سوریه، هنوز در سوریه عملیات نظامی به صورت گسترده برپاست در مناطق شمالی سوریه، در شمال حلب و به خصوص در مناطقی عرض کنم به حضور شما که هنوز تحت تصرف نیروهای معارض مخالف دولت سوریه هستن. از طرفی دولت ترکیه داره در مناطق مرزی میجنگه، از طرفی نیروهای تحت حمایت سپاه پاسداران، گروهای فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و گروهای دیگه شیعه عراقی هستن. گروه دفاع الوطنی سوریه هست که شبیه به اون بسیج خود ایران میمونه که اون رو هم سپاه
تشکیل داده و مستشاران سپاه پاسداران در منطقه هستند و به صورت مستقیم هم کمک میکنن، همین که پول و اسلحه و تسلیحات اونجا میره. یعنی نه، فعالیت های منطقی نه تنها کم نشدن، بالاخره به نظر من تا حدی هم این گسترش پیدا کرده. و اخیراً تشنجات در خلیج فارس، اون قایق‌های تندروی سپاه پاسداران که خلیج فارس رو پاترول میکنن به قول معروف، آزار و اذیت هایی که ایجاد کردن منجر به این شد که آقای ترامپ دستور بده به نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه، ناوگان پنجمش، که اگر دیدن مزاحمت ها ادامه پیدا کرد با اونها برخورد بکنن. به خاطر همین من فکر نمی کنم یک همچین بحرانی با وجود اینکه این همه هزینه جانی و مالی داشته و این همه نیروی انسانی مضاعف میخواد برای کنترل کردنش، هیچ تغییری داشته باشه در سیاست ها و بلند پروازی های نظام و به خصوص رأس مذهبی و رأس سیاسی و نظامی نظام. دکتر آرامش، شما اتحادیه اروپا رو کجا میبینید؟ چون بازم اعلام کردن که اتحادیه اروپا داره یه مقدار پول به ایران میده بابت مبارزه با کرونا، در همین زمانی که در واقع یه مقداری منزوی شده بود و خب امریکا هم همونطور که شما خودتون تو تحلیلتون گفتید آنچنان کاری از نظر کمک و یاری نمیکنه و دلش هم نمیخواد که این اتفاق بیفته. شما فکر میکنید پایگاهی که اتحادیه اروپا گرفته چطوری میشه تفسیر کرد؟ اتحادیه اروپا اول یک نکته خیلی کلی و چتری عرض کنم، به هرچه هم سیاست اتحادیه اروپا حالا میخواد واکنش نشان بده یا انعطاف نشان بده در مقابل هر کشوری، در نهایت اتحادیه اروپا و کشورهای غربی مثل بریتانیا، حالا تا موقعی که دیگه کاملا از اتحادیه اروپا خارج بشه، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هر اختلافی هم که حتی داشته باشن با ایالات متحده، آنچه که اینها رو با هم متحد میکنه، ایالات متحده اروپا، کشورهای اروپایی رو به مراتب بیشتر و گستره تر تا اون چیزی که اینها رو از هم جدا میکنه. یک چیزی برای به صورت روشن کردن بحث عرض کنم، هم از لحاظ ارزش ها، هم از لحاظ روابط اقتصادی، هم از لحاظ باند و روابط و شراکت های تجاری، نظامی، اقتصادی و غیر ذلک، آن عمقی که بین این روابط ایالات متحده و متحدین آن سوی اقیانوس اطلس دارد، آنچنان گسترده تر است که چند میلیارد دلار تجارت با ایران هیچ وقت این رو برای اروپایا توجیه نمی کنه که رابطهشون رو با آمریکا خراب کنند. حتی در اوج جنگ عراق که ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه، ارزم به حضور شما اون موقع شرودر صدر اعظم آلمان و افراد مختلف آمدند و بسیار مخالفت کردن با جنگ عراق، موقعی که جنگ شد هیچ کس نمیاد نیروی نظامی علیه آمریکا علم میکنه یا روابطش رو علیه ایالات متحده به هم بزنه. اما الان به خاطر اینکه اروپا طرف اروپایی خیلی شدیداً طرفدار برجام بوده و آقای ترامپ یک جانبه از برجام بیرون کشید بدون مراعات پروتکل های رایج دیپلماتیک و نرم، اونها سعی میکنن که تا حدی بتونن این برجام رو زنده نگه دارن. این که میتونن یا دارن یک رگی یا شاهراهی ایجاد میکنن برای تزریق پول، در این بحث میشه دید. و از اون طرف هم خب کمک های انسان دوستان است. مسئله الان اینجاست، کشوری که به این کمک های انسان دوستان نیاز دارد و باید هم بگیره، برای بسیاری از آن دستاندرکاران و صاحب نظران و مشاهدین سوال برانگیزی که آیا این پول و این کمک ها مستقیما به مردم خواهد رسید و برای اونها صرف خواهد شد، یا اینکه نه، این پول نقد دوباره صرف فعالیت های شوم جمهوری اسلامی خواهد شد. بخاطر خیلی مخالف بودن از دادن پول نقد و موافق بودن با فرستادن وسایل و تجهیزات و دارو و غیره و ذلک. حالا یه چرخی هم بزنیم به روابط آمریکا و چین که ظرف هفته گذشته به نظر میاد که خیلی بحرانی شده و آقای ترامپ که اعلام کردن که مسئله خروج ویروس کرونا از چین تمام دنیا رو به خطر انداخته و باید پاسخگو باشه و باید جریمه بشه چین، یه مقداری بحث برانگیز شده این قضیه و معلوم نیستش که به کجا داره میره. آیا واقعا به خاطر سال انتخابات این مسئله مطرح شده یا واقعیت اینه که باید چین رو به خاطر شیوع کرونا مقصر دونست و اون رو از طرف حالا امریکا این اعلام کرده ولی از طرف تمام کشورهای دنیا مورد سوال قرار دادن؟ به نظر من هم بعد حقیقی دارد، هم بعد حقوقی دارد و هم بعد سیاسی. از بخشی خب بالاخره از لحاظ سیاسی این یک گزینه و یک حالت هدیه است برای آقای ترامپ که خب با حمله به چین
بتوان و با نش مثلا انگشت سرزنش رو به سمت چین نشانه رفتن و گفتن اینکه آقای بایدن مثلا به چین نزدیک هست بتواند از اینجا پوانهای سیاسی بگیرد. اما اگر برگردیم واقعا اتفاقی که افتاده اینجا، دو حکومت چین ماها پنهان کرد، کتمان کرد، آمار دقیق نداد و حتی کمک نکرد که متخصصین دیگر از خارج بیان و اونجا جلوگیری کنن از بروز و شیوع این بیماری. هنوزم که هنوز آمار دقیق نداریم. این چیز جدیدی نیست. حتی در سازمانهای تجاری و در سازمانها و نهادهای دیگه تجاری و قانونی ما بارها سر کله زدیم با حکومت چین و میبینیم که اونها خیلی موقع بر اساس قواعد بازی نمیکنن. اما اینجا دیگه جان مردم در میانه و یک خشمی هم ایجاد شده. این خشم نباید تبدیل بشه به خشم نجات پرستی، نجم افراطی علیه آسیای آمریکا یا تبارهای آسیایی در هیچ جای دنیا. اما دولت چین باید پاسخگو باشه. میگم از بعد سیاسیش خب هم آقای ترامپ و آقای بایدن هم حتی دارن این در کارزارهای انتخاباتشون از این استفاده میکنن، اما از بعد حقوقیش چین باید پاسخگو باشه و به اضافه اینکه سردمداران و مسئولین اونجا اگر شفافیت رو پیش رو نگیرن، نه تنها لیاقت این رو ندارن که یک ابرقدرتی در دنیا بشن، بلکه دنیای آزاد باید دوباره بیاندیشد به اینکه چجوری این ظهور چین رو همونطوری که دارد از ظهور گستردهش کم کم جلوگیری میکنه، ولی چجوری این رو بیشتر و بیشتر محدود بکنه که باز قدرت عرض کنم به حضور شما برجسته دنیا قدرت های غربی و لیبرال دموکراتیک ببونن که حداقل در ظاهر، اگرم بخوام بگم نه به باطن، حداقل در ظاهر به یک سری ارزش های پایبند هستن. اگه کار به شکایت از کشوری چین بکشه آقای دکتر آرامش، کدوم نهاد قانونی و یا کدوم نهاد حقوقی است که میتونه به این مسئله رسیدگی بکنه؟ هیچ کدام. شما یک تئوری در قانون دارین به اسم sovereign immunity. شما نمیتوانید مگر اینکه به استثناءات بسیار ویژه‌ای باشد، شما نمیتونید یک حکومت دیگر رو سو بکنید. این یک بخشیه که ببینم خیلی ها ممکنه بگم با منطق و عقل جور در نمیاد، ولی شما اگر اخیراً هم دیدید بارها مدن گفتن که فلان کس فلان جا فلان نهاد دولت چین رو سو کرده، این به جلوی دادگاه و جلوی قاضی برسه خیلی سریع این پرونده رو میبنده و میگه sovereign immunity، یعنی اینها مسئولیت حکومت دارن، مسئولیت سردرنا دارن. این برمیگرده به تئوری های خیلی قدیمی در زمان انگلستان، قبل از که انگلستان بریتانیا بشه، برمیگرده به اون زمان و چرا نمیشه حالا رهبر یا دولت رو ازش شکایت کرد. به خاطر اگر حتی اونهایی که قربانیان این قضیه هستن میخوان از حکومت چین شکایت بکنن که شده، قاضی ها این پرونده رو سریع از رده خارج میکنن. استثناءهایی هست. خب حالا ممکنه که شنوندگان بگن چرا میشه دولت ایران رو ازش شکایت کرد اگه هر دولتی رو نمیشه شکایت کرد. استثناءهاست که قانونگذار در ایالات متحده اجازه میدهد به هم شاکی خصوصی هم شاکی عمومی یا مدعی العموم که علیه حکومتهایی که کار تروریستی میکنند اعلام جرم بکنه، اون فرق میکنه. شما مثلا گروگانگیری که میکنن، این گروگانگیری تروریستی است، موشک پرانی که میکنن و تروریستی است، یا صدمه میزنن از قصد ساقط میکنن هواپیمای مسافربری رو و این عملی است توسط یک نهاد تروریستی مثل سپاه پاسداران، اینها رو قانونگذار میگه شما میتونید علیهشون هم اعلام شکوای خصوصی بکنید همین که اعلام جرم عمومی. اما شما نمیتونید مثلا بیایید دولت فرانسه رو به خاطر فروختن مقدار زیادی مثلا ژامبون بد و مسمومیت یک سری افراد سو بکنید. اینها تئوری‌های حقوقی است که میگم ممکنه برای بعضی هم خیلی سرراست نباشه، اما تئوری‌ها هست که ما بالاخره با اینها داریم دست و پنجه نرم میکنیم. اگه بخوان که چین رو متهم بکنن که یک جنگ بیولوژیک تروریستی را انداخته چی؟ خب اگر بگن که شما یک جنگ بیولوژیک تروریستی را انداختید، بعد نهاد تروریست رو مشخص بکنند. این نهاد آیا ارتش آزادی بخش خلق چین هست؟ آیا این سازمان های اطلاعاتی زیر اون نهاد هستند؟ آیا شخص خاصی بوده یا کل دولت چین حکومتی تروریستی؟ اینها باید اول مشخص بشه. یکم. دوم، رسیدن به این که حمله تروریستی بیولوژیکی بوده یک تعلیقی است به محال. یعنی شما اول یکم باید ثابت بکنید که یک همچین چیزی از قصد بوده. دوم، باید ثابت بکنید که تولید و توزیع این ویروس و شیوع این ویروس باز هم آمدانه بوده. و سوم، باید ثابت بکنید که نه تنها آمدانه بوده بلکه به قصد ترساندن، ایجاد رعب وحشت، به قول معروف ترورایز کردن، رعب و وحشت برای رسیدن مقاصد سیاسی بوده. اینا هیچ کدوم ثابت شدنی نیست.
حالا هر چقدر هم که میخوان تئوری های توتر رو در یوتیوب و این ور و اون ور و این ور که کار این هست و کار اون هست ببینید، ولی محکمه پسند هیچ کدوم از اینها نیست و به خاطر همین نخیر همچین وایاهایی نخواهد شد. حالا شما اگر مثلا این آزمایشگاهی که آزمایشگاه خصوصی باشه، شما میتونید این اشخاص رو، یا حتی آزمایشگاه دولتی باشین، اشخاصی که مثلا در اونجا هستن رو شما میتونید ازشون شکوایه بیارید یا ازشون اعلام جرم بکنید، یا مثلا میتونید به اونها تحریم های مضاعف اعمال بکنید. امریکا میتونه تحریم بکنه چین رو، امریکا میتونه اشخاصی که دست در کار بودن رو تحریم بکنه، امریکا میتونه درجه داران و افسران عالی رتبه ارتش آزادی بخش خلق چین رو که بالاخره این آزمایشگاه زیر نظر اونها اداره میشه، یا بسیاری از حمله های اینترنتی تحت به قول معروف کنترل اونها هست، اونها رو تحریم میکنه. تحریم و منع ورود اونها به اتحادیه اروپا و ایالات متحده یکی از بزرگترین ابزارهایی است در چنته ایالات متحده. اما اینکه من و شما یا قربانیان دیگر بخواهند، قربانیان منظورم است که ما که قربانی نیستیم، ولی قربانیان بخواهند بیان همچین فایل رو بیارند، این در دادگاه های ایالات متحده قابل قبول نخواهد بود. خیلی ممنونم. سوال آخریمو از شما بکنم، حالا که گیرتون آوردم به راحتی نمیذارم برید چون بدون کرونا شما خیلی گرفتار بودید و نمیشد راحت پیداتون کرد. سعادتی از منه، انشالله که باز پشت فوقت بشه خدمتون برسم. ممنونم از اینکه محبت کردید. میخواستم در مورد انتخابات تحلیلی به ما بدید که وضع انتخابات رو چگونه میبینید؟ 6 ماه دیگه اینطورا موقعی است که مردم باید رأی بدن. الان در کنار همه این رویدادهای مختلفی که داره میفته، بالاخره یه مبارزات انتخاباتی هم هست. حزب دموکرات رو چگونه میبینید؟ حزب جمهوری خواه رو چگونه؟ عجیب و غریب ترین فصل انتخاباتی در زمان در این طول زندگی من که انتخابات همیشه در ملأ عام هست و کارزارهای انتخاباتی شلوغ و کاندیداها دست دادن با مردم و مهمانهای ضیافت شام و نهار، و الان همه شده روی اینترنت. از طرفی آقای ترامپ خب این صحبت‌های روزانش در کاخ سفید رو بعضی انتقاد میکنن، میگن تبدیلش کردی به کارزار کمپین و تبلیغات انتخاباتی. از اون طرف آقای بایدن هم فقط از طریق اینترنت سعی در تبلیغ کارزار خودش داره و هر دو هم ناموفق. دوم، چه در حزب خود من حزب دموکرات، چه در حزب رقیب حزب جمهوری خواه، فعلا هنوز حال و هوای انتخاباتی نیست. هزار یک مشکل دیگه هست که کشور داره باش دست و پنجه نرم میکنه و هنوز که هنوزه حال و هوای آنچنان محکم و تمام عیار انتخاباتی نیست. البته از اون طرف هم شما معمولا باید صبر کنید تا ماه اوت که، یا همون آگست خودمون، که کنوانسیون های این دو حزب برگزار بشه و بعد از اون عملا ما وارد چرخه نهایی انتخابات میشیم. تا لحظه آخرم خیلی سخت احتمال دادن و خیلی سخت پیش بینی کردن. یک هفته و هفته پیش آقای ترامپ بسیار جلو بود از آقای بایدن، چه در نظرسنجی های سطح کشور، چه در نظرسنجی های ایالتی که ایالت های کلیدی رو نظرسنجی میکردن. دوباره این هفته آقای بایدن بسیار جلو افتاده و این سکه که به بالا افتاده تا سه‌شنبه اول ماه نوامبر که انتخابات برگزار میشه، این سکه هزار چرخ خواهد خورد و به زمین خواهد خورد. همونطوری که نمیشه پیش بینی کرد درگیری نظامی ایران و آمریکا رو، این انتخابات هم خب بالاخره به خاطر اینکه متغیرهای مختلف میتونه درش تغییر و تاثیر بگذارد، خیلی خیلی سخت پیش بینی کردن. اما یک اتفاقی که هست، اون چیزی که میدونیم، یک سیاستمدار کهنه و کارکشته با یک رئیس جمهور خیلی غیر متعارف، هر کدومشون بسیار مزیت‌ها و نکات منفی خودشونو دارن و از اون طرف هم تا اونجا که میشود دید، خواستگاه اون بیس و اون خواستگاه حزبی آقای ترامپ در مورد کاندیداسی و کاندیداتوریشون بالاخره خیلی با اشتیاق‌تر و پرحرارت‌تر هستن تا اون بیس و اون به قول معروف خواستگاه حزبی آقای بایدن. نمیگم از اون برش میان، ولی میگم اونچنان شور و شوق و تب آقای ترامپ رو که برای اون هوادارانش دارن، خیلی ها شاید در حزب ما برای آقای بایدن نداشته باشن. هرچی که خب من خودم از عرض خانم کمالا هریس از اولین طرفدار یعنی ایشون بودم، ولی در مجموع میدونم که خیلی هم هستن که به خاطر آقای سندرز و به خاطر دمادهای دیگه شاید به ایشون رأی بدن، ولی اون شور و شوقی که آقای ترامپ در حزب خودش ایجاد کرده رو آقای بایدن خیلی در حزب دموکرات ایجاد نکرده. و خب این بخشی هم از طبیعت ایشون هست، آدم خیلی هیجانی نیست و یک سیاستمدار به اصطلاح تمام عیار کلاسیک هست. یک دنیا از شما سپاسگزارم، بسیار از شما آموختیم و اگر اجازه بدید، موقعی که اون روزی که قرار شد انتخابات بشه و
این کارزار انتخاباتی گرم بشه، بازم مزاحم شما بشیم از شما سوال کنم. باعث افتخاره و در خدمت خواهم بود حتما. خیلی ممنون که من رو امروز به حضور پذیرفتید. در لطف کردین که تشریف آوردین. دکتر آرش آری آرامش، روز شما بخیر. روز شما بخیر. شنوندگان عزیز، قبل از هر گونه سرمایه گذاری و برای ایجاد حساب‌های پردرآمد کوتاه و بلند مدت با تضمین مالی و امتیازات مالیاتی، با من تونی باروتی، مشاور امور مالی، مالیاتی و سرمایه گذاری، با تلفن 424-465-9000 تماس بگیرید. با من نازنین باروتی، استیت پلانر و تکس اترنی، برای ایجاد تراست، پروبیت، اسید پروتکشن و اووردن پول از ایران به آمریکا تماس بگیرید. 424-465-9003. با من جیکوب هوبان در سفری به سوی تندرستی، نیکزیستی و کمال در برنامه شفا هر دوشنبه ساعت 9 شب همراه باشید. دکتر ناناز پیرنیا هستم. این سه شنبه در مورد اثرات دستگاه‌های الکترونیک و اینترنت روی مغز با شما صحبت می‌کنم. 310-286-1480. MGM Lenders با مدیریت آقای شان صادقی با لون‌های کنونشنال، جامبو، FHA و VA و استیت پروگرامز که بدون احتیاج به مدارک مالی و up to 95% loan to value هستند، با دو دیپارتمنت رزیدنشال و کامرشال که شامل خرید، ریفای و ریورس مورگیج می باشند، وام شما رو با سرعت در خدمتتون می زارن. 844-MGM-LEND یا 310-999-2915. دوستان و هموطن عزیزم، شان صادقی مدیر عامل شرکت انجام مهندس هستم. از اعتماد و محبتی که همه شما به من داشتین واقعا سپاسگزاری می‌کنم. MGM Lenders با ریتینگ A+ از Better Business Bureau. فقط با یک تلفن به MGM Lenders آقای شان صادقی و همکارانشون به سرعت لون مورد علاقتون رو لاکین می‌کنن. شماره تماس 844-MGM-LEND یا 310-999-2915. عضو 08 ایرانیان. وودلند هیلز مارکت، سوپرمارکت اصیل ایرانی شایسته شما ایرانیان گرامی. وودلند هیلز مارکت با تازه ترین، متنوع ترین و مرغوب ترین اجناس، قیمت های مناسب و حراج های هفتگی همه روزه با هدف رضایت شما مقدمتان را گرامی می دارد. آدرس 19964 خیابان ونچورا. وودلند هیلز مارکت، تازگی، کیفیت، رضایت، هر روز تجربه اینو. 818-999-4477. خانم من موکل دکتر کامران یدیدی بودن. جریان اینطور شد که یه روز صبح با همسرم رفتیم برای چکاپ معمول حاملگیشون و هر دومون بعدش رفتیم سر کار. یه 30-40 دقیقه بعد با هم تماس گرفتن که خانمم تصادف کرده و بردنش بیمارستان. اونجا دکترها گفتن که به خاطر تصادف خانمم باید استراحت مطلق داشته باشه. با دفتر دکتر یدیدی تماس گرفتم. حضور مداوم و مؤثر تیم پزشکی و حقوقی دکتر یدیدی به ما کمک کرد که چند ماه باقی مونده بارداری همسرم رو با آرامش بگذرونیم. و خیلی جالبه، الان هر دفعه که دختر کوچولوم رو بغل میکنم از خدا و دکتر یدیدی تشکر میکنم که تو سختترین روزهای زندگی کنار من و خانواده‌ام بودن و با مبلغ خسارت بالایی که برای ما گرفتن واقعا تلخی اون روزا رو برامون شیرین کردن. دکتر کامران یدیدی، برگه برنده شما در امور تصادفات. 818-999-9999. Adopt US Kids presents Multiple Choice Parenting. You've messed up your daughter's haircut. Do you A, get spiritual? Mom, where's the mirror? Beauty is within. Oh. B, find the positives. Less time blow drying, more time texting? Or C, show empathy. Mom, you really don't have to. Twinsies! I kinda love it. You don't have to be perfect to be a perfect parent. Thousands of teens in foster care will love you just the same. For more information on adoption, visit AdoptUSKids.org. A message from the U.S. Department of Health and Human Services, AdoptUSKids, and the Ad Council. سعید دهیمی هستم. در شرایط کنونی دنیای موسیقی با برخورداری از بهترین اساتید هنر هر نوع ساز آواز را از طریق آنلاین به شما و فرزندانتان می آموزیم. جلسه اول به طور رایگان می باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن 818-881-8283 818-881-8283 عضو مراکز ایرانی. Super ugly, the things they say to me.
Know someone being bullied online? You can be a witness and make a difference by letting the world know it isn't cool and by letting your friend know you care. Learn more at eyewitnessbullying.org. Brought to you by the Ad Council. 670 AM Los Angeles. یک نگاه، یک اندیشه. یاران، در این بخش از برنامه به سراغ خانم الهه امانی میریم، دوست نازنینی که همواره با محبت جواب دعوت‌های من رو میدن برای اینکه از مسائل روز و معضلاتی که در زندگی افراد چه در آمریکا و چه در داخل ایران وجود داره ما رو مطلع بکنن. خانم الهه امانی که از کوشندگان حقوق بشر هستند و در سازمان ملل بارها حضور داشتند برای دفاع از زنان ایرانی در زندان و همچنین مسائل و معضلات زنان، سالها هم هست که به عنوان یک کوشنده راه صلح و همینطور میانجی بین گروه‌های مختلف آموزش دیدن و الان خودشون مربی میانجی بدون مرز هستن، نهادی که برای نزدیک کردن انسان‌ها به هم و همینطور برای صلح در میان ملل مختلف به وجود اومده. با خانم الهه امانی در مورد موضوعی که این روزها بیشتر در موردش داره بحث میشه و خبرهای نگران کننده از این بابت داریم میشنویم گفتگو خواهیم کرد. خانم امانی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. خیلی ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. مقاله از شما خوندم خانم امانی در مورد افزایش خشونت خانوادگی و همینطور خشونت نسبت به کودکان در دنیا که دلیلش رو میخوام از شما بپرسم و همینطور اطلاع به ما بدید که قضیه چی بوده. مقاله بسیار جالبی بوده. من دوست داشتم که شنوندگان ما هم مطلع بشن از این قضیه. خیلی متشکرم. بله، همونطور که در اخبار هم شنوندگان عزیز کم یا زیاد شنیدن، با توجه به شیوع و این پاندمی کرونا، در واقع میتونم بگم از اوائل فوریه بود که سازمان ملل اولین هشدارها رو راجع به افزایش خشونت خانوادگی، خشونتی که در چارچوب خانواده تجربه میکنن انسان‌ها، زنان، تعداد کمی از مردان در سطح جهان و کودکان. همونطور که آمارها نشون میده 93 تا 95 درصد در واقع کسانی که مورد خشونت قرار میگیرن زنان هستند در دنیا و در تمام کشورها اکثریت زنانه، ولی خب یه 3 تا 5 درصدی هم مردان خشونت رو تجربه میکنن و کودکان. و خب این خیلی ها این رابطه رو روشن اونطوری که سازمان ملل هشدار داد ندیدن، تا اینکه ما میبینیم که مقالات متعددی، گزارشات متعددی از اواسط مارچ و ماه اپریل به ویژه ما شاهد اون هستیم که در تمام کشورهای جهان، از آمریکا گرفته تا آلمان، تا فرانسه، تا ایران، تا هند و تا چین و روسیه، همه کشورها گزارشاتی دادن راجع به افزایش خشونت در خانواده که باید یک محل امنی برای زندگی باشه و اینکه به طور کلی حدود 30% میزان خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده. و من این مقاله در واقع نشون دادم که خشونت علیه زنان خودش یه پندمیکی هستش که در واقع هر ساله بر اساس آمارهای مختلف جان 50,000 زن رو میگیره و دولت‌ها علارغم کنفرانس‌های بین‌المللی، کنفرانس‌های زنان، کنفرانس‌های رفع خشونت و تقبلی که کردن برای اینکه اقدامات مشخصی برای پایان دادن به اون بکنن، در واقع کارهای زیادی انجام نگرفته و این در واقع جان بسیاری از زنان رو و سلامت اونها رو، حالا ممکنه که قربانی نداشته باشه بیشتر از 50,000 نفر، ولی بسیار آسیب‌های روحی، جسمی، روانی و جنسی، زندگی بسیاری از زنان رو از اون فعالیت، از مؤثر بودن، از شکوفایی در واقع باز می‌داره. و همونطور که تحقیقات نشون میده، خشونت علیه زنان معلول نابرابری‌های جنسیتی است و
مناسبات قدرت هستش بین اون دو نفر. از این نظر چون مناسبات قدرت حتی تحقیقات نشون میده که در روابط کسانی که هم جنس هم هستن و انتخاب میکنن با هم زندگی کنن خشونت دیده میشه. خانم امانی، میخواستم از شما بپرسم که آیا این افزایشی که دارید ازش نام میبرید، افزایش در خانواده هایی که قبلا درش خشونت بوده و خشونت ها بیشتر شده، و یا اینکه در این گزارش هایی که خوندید یا شنیدید در خانواده هایی که اصلا خشونت هم وجود نداشته به دلیل این مرزلات این یکی دو ماه اخیر خشونت به وجود اومد؟ این مسئله ای که برای من خیلی مهمه بدونم. بله، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، مسئله شیوع کرونا در واقع میزان خشونت رو افزایش داده به دلیل اینکه افراد خانواده در فضای محدودی باید 24 ساعت با هم باشن، افراد نگرانی دارن برای آینده، زیر فشارهای حسی هستن و با فشارهای اقتصادی، فشارهای حسی. در خیلی از این گزارشات در سراسر دنیا این نمودار شد که اگر خانواده هایی بودن که در واقع مسئله روابط تنظیم می شد، چون همسر منزل نبود یا هر دوی افراد کار می کردن، ساعتهای محدودی با هم بودن، یک تعادلی رو به وجود می آورد که این تنش خانوادگی به خشونت نینجامه، چون افراد مجبور نبودن که تمام مدت در یک فضای محدود با هم باشند. ولی این بودن با هم و اینکه بسیاری از انسان‌ها به نظر من نمیدونن که چنانچه تنشی باشه چگونه اون تنش رو مدیریت کنن، چگونه اون اختلاف رو صحبت کنن، چگونه بشنن سر میز با هم اون رو حل کنن، در نتیجه این خیلی پتانسیل داره این تنش به خشونت بیانجامه. و خب این فاکتور هستش و یک در این زمینه لاقل ما که در آمریکا هستیم و اطلاعات و آمار و ارقام در دست ما هست، در بسیاری از ایالات همچنین در کالیفرنیا در خلال این دو ماه گذشته ما یک سرچ و یک افزایش بسیار تندی میبینیم در زمینه تقاضای طلاقی که به دادگاه ارائه شده. یعنی خیلی از افراد که تونستن تنظیم کنن که با هم باشن و در کنار هم بودن، هر دو مشغول برنامه های خودشون بودن، یه ساعت هایی هم با هم بودن، بودن 24 ساعت در کنار هم سبب شده که حالا به عبارت اینها ببینن که با هم زیاد همگرایی، توافق و هماندیشی ندارن و تقاضای طلاق کردن. من با یکی از وکلای ایرانی ساکن لس آنجلس هم صحبت میکردم، ایشون هم در تجربه خودشون این رو تاکید کردن، ولی آمارهایی که در گزارشات هم هست این رو نشون میده. بله، به علت کرونا در واقع موارد میگن حدود 1/3 اون چی که قبلا بوده افزایش پیدا کرده. چه جالب. در گزارش ها و آماری که شما در دسترس دارید خانم امانی، تفاوت بین زندگی و اوضاع مردم و حضور و افزایش خشونت خانوادگی در آمریکا یا ایران، چون جاییه که ما داریم زندگی میکنیم و ایران جاییه که خوبش توجه داریم و دلمون میخواد بدونیم چه میگذره اونجا، به اونها هم اشاره شده یا آمار و ارقامی در مورد ایران دارید و اطلاعاتی؟ بله حتما. همونطور که شما اشاره کردیم، ما چون در آمریکا هستیم، من معمولا توجه معطوف آمریکا و ایران بیشتر از کشورهای دیگه هست. بله، در آمریکا آمار هنوز نیامده بیرون، ولی تمام نهادهای دولتی، غیر دولتی، سازمانهای NGO از رشد خشونت علیه زنان در آمریکا اشاره کردن، تاکید کردن، حالا آماراش بیشتر میاد بیرون، ولی به طور کلی این 1/3 یک اوریج و میانگین جهانی هستش. من با یکی از شلترهای زنان در اورنج کانتی با دوستی صحبت میکردم. جالب اینجاست که علارغم اینکه خشونت افزایش پیدا کرده در همین کالیفرنیا، ولی
تعداد کمتری تلفن به این مراکزی که خانه های امنه میشه و علت اون هم روشنه، به خاطر اینکه قبلا کسانی که مورد خشونت قرار میگرفتن و بیاواشکی تلفن میکردن یا میرفتن موقعی که تنها بودن کمک میگرفتن از خدمات اجتماعی یا با پلیس تماس میگرفتن. وقتی که شما تصور کنید در یک فضای محدود هستید و مرتب تحت کنترل و اعمال قدرت از طرف شریک زندگیتون هستید، در واقع این امکان هم برای شما داده نمیشه. در اوائل ماه اپریل در جلسه سراسری کالیفرنیا بود که در زوم برگزار میشد و من شرکت داشتم به خاطر کاری که رو خشونت علیه زنان کردیم در اون Coalition of Women from Asia and the Middle East. و در واقع این کوالیشن که سراسری کالیفرنیا بود یک راهنمودهای مشخص به زنان در دوران قرنطینه داد و اون رو به هر حال از طریق نهادهای مختلف در اختیار کسانی که مورد خطر بودن قرار داد. یعنی الان یه شرایط خاصی هست. این در مورد آمریکا. یه نکته دیگه که در مورد آمریکا باید اشاره کنم که متاسفانه بدین گونه هستش اینه که از سال 1994 در واقع Violence Against Women Act، قانون منع خشونت علیه زنان، که بسیار بسیار برای کامیونیتی ما ایرانیان مؤثر بوده، چون ما در اون Coalition of Women from Asia and the Middle East موارد بیشماری از این قانون استفاده کردیم و زنانی که با ازدواج‌های راه دور و یا ویزای نامزدی و غیره می آمدن اینجا و همسرشون رو شناخت کافی نداشتن، در شرایط خشونت بودن، این زنان می تونستن خودشون رأساً اقدام به گرین کارت کنن. مجبور نبودن که 3 تا 5 سال بمونن و بعد گرین کارت بگیرن و بعد جدا بشن. این قانون برای کامیونیتی ما و سایر کامیونیتی هایی که مهاجر هستن بسیار مفید بود. این در زمان دوره اول پرزیدنت کلینتون بود. هر 5 سال این قانون باید ری آتورایز می شد با یک مسببات جدیدی، یا بعضی ها کم می کردن بعضی ها. ولی قانون بود. الان از ماه می 2019 این قانون در سنا مونده و این قانون تصویب نشده، یعنی 1 سال تقریبا از اینکه این قانون تصویب نشده گذشته. علتش هم اینه، بر اساس مطبوعات خود سنا، نشریات خود سنای آمریکا، علت این که در این قانون یک تبصره اومده که کسانی که پرونده خشونت علیه زنان دارن نمیتونن یا محدود هستن در زمینه خرید اسلحه. و علت اونه که پژوهش‌ها نشون داده چنانچه اسلحه در خونه باشه و خشونت صورت بگیره، 5 برابر زنان در معرض قتل هست. یعنی امکان داره که اسلحه به کار گرفته بشه و این زن کشته بشه. اینا تحقیقات خود نهادهای آمریکا هست و از این نظر خب به علت این تبصره سنای آمریکا اینو تصویب نکرده. این خب یه چالش بزرگیه و خیلی نهادهای زنان تو آمریکا رو این مسئله الان تاکید دارن. در مورد ایران که خب وضع روشنه، در ایران ما دولت جمهوری اسلامی اساسا هیچ وقت آشکارا و با مسئولیت مسئله خشونت علیه زنان رو اساسا مطرح نکرده. ما هیچ آمارگیری سراسری در این زمینه نداریم. باید بگم که لایحه امنیت زنان الان 8-9 ساله که بین قوه قضاییه و مجلس در رفت آمده، اون هم در کشوری که لوایحی که به سود استقرار حاکمیت باشه اساسا دو پروسس نداره، بسیار سریع تصویب میشه، بسیار راجع به زندگی انسان‌ها بسیار سریع تصمیم میگیرن. لایحه امنیت در خانواده در واقع 8-9 ساله که بین این نهادهای دولتی در جریان و تازه من در مطبوعات ایران خوندم که گزارش دادم انشالله در دولت آینده این از قوه قضاییه رد شده و در دولت آینده این تصویب میشه. و خب این خیلی جای تأسف داره. باید اشاره کنم که ولی با رشد خشونت خانوادگی در این شرایط کنونی، برای اولین بار در این 42 سال من فکر میکنم به دلیل ازدیاد موارد این خشونت، نهادهای دولتی
وزارت بهداشت من در مطبوعات خوندم پیام‌هایی برای مردم تو ایران فرستاده که اوژانس اجتماعی 123 گزارش خشونت خانوادگی رو گزارش بدن و مسئولان بهزیستی در این مورد هشدار دادن که سه برابر شده گزارشاتی که به بهزیستی رسیده. ولی خب ما میدونیم که در خلال این 41-2 سال گذشته حاکمیت همواره یا این مسئله رو زیر قالی به قول خودمون مخفی کرده و نادیده گرفته و الان هم که این مطرح میشه همش در مطبوعات میبینیم که همه چی متاثر از کروناسگویی اصلا خشونت خانوادگی در ایران قبلا وجود نداشته. لایحه هم یک لایحه عریض و طویلی بوده با 92 ماده که 40 ماده این لایحه امنیت زنان هست شده و حتی در این چیزی که الان قوه قضاییه اونو تصویب کرده یک کانسپت هایی که در قوانین مثلا آمریکا وجود داره مثل restraining order یا hotline وجود نداره. در ایران باید اشاره کنم که برای کل جمعیت ایران ما فقط 22 خانه امن در کشور داریم، اینم به اذعان سخنگوهای دولت هستش و 1421 زن در این مراکز در واقع نگهداری میشن که اصلا رقم قابل توجهی نیست، یعنی واقعا دردی را از کسی درمان نمی کنه. بله بدون شک همینطور. به هر حال ما در ایران راجع به مسئله خشونت خانوادگی راه بسیار بسیار درازی دست پیش داریم و من فکر میکنم که تک تک ما چه فعالان باشیم چه خبرنگاران باشیم، کاری که شما همیشه با دقت به این وظیفه بسیار با ارزش خودتون انجام دادین، بچه ها شهروندان عادی باشیم، ما میتونیم در مورد خشونت وظیفه داریم که فرهنگ سازی کنیم، همونطور که در مورد پاندمی کرونا داره فرهنگ سازی میشه، ما در مورد خشونت علیه زنان و کودکان هم باید فرهنگ سازی داشته باشیم. من بیشتر رفتم رو صحبت زنان ولی یک نکته کوتاهی رو اشاره کنم که الان خشونت علیه کودکان هم افزایش پیدا کرده، برای اینکه موارد خشونت علیه کودکان لاقل در آمریکا که ما زندگی می‌کنیم در بسیاری از موارد توسط یا پزشکان کادر پزشکی، مثلا بچه بیمار میشد میبردن دکتر و میدیدن آثار خشونت هست چه روحی چه جسمی، و یا معلمان کادر آموزشی و پزشکی از نظر قانونی وظیفه دارن در آمریکا که خشونت رو گزارش بدن، ولی خب چون مدارس الان تعطیله در واقع این کودکان هیچ امکانی براشون وجود نداره که کسی این خشونت رو ببینه و گزارش بده. این هم یک چالش بزرگی هستش که از نظر اجتماعی ما لاقل در آمریکا که اطلاع دارم باش روبرو هستیم، در ایران که این مسائل بسیار بسیار پیچیده تره. یک دنیا از شما سپاسگزارم خانم امانی عزیز و از اطلاعاتی که دادین، همیشه اطلاعات تازه آموزنده است و در واقع آنچه که شما اشاره کردید که هر کدام از ما موظفیم که این مسائل رو دنبال بکنیم، بهره ایست که از گفته های شما میبریم. باز هم اگه اجازه بدید خدمت شما برسیم در آینده برای شنیدن مطالب دیگر. با سپاس از شما خانم سرشار، روز روزگار به شما خوش. روز شما هم بخوشی. شیر زنم خاموش تو من روشنم
چه بیهوده برا بی بیش نیست، وین لب لعل و حدیث چشم مست بر لب مست خرابی بیش نیست، اسباب روی کمان و تیر مژگان سیاه حرب و ابزار جنگ شعر نابی بیش نیست. در فضاهای مجازی دوستان، در هفته‌ای که گذشت در پست یکی از دوستان نازنین خودم یک مطلبی رو خوندم که واقعا دوست داشتم برای شما شنوندگان هم بازپخشش بکنیم و شما هم از متن با اطلاع باشین. آقای فرهاد مافی، رئیس و مدیرعامل کمپانی سوانت اینک که مدت 25 سال تجربیات در زمینه‌های صنعت های تک و کامپیوتری دارند، علاوه بر همه فعالیت‌هایی که دارند اهل قلم هم هستند و پستی رو که گذاشته بودند روی رسانه‌های اجتماعی عنوانش Economics 101 یعنی کلاس اول اقتصاد، و به پرسشی پاسخ داده بودند که مدت هاست در ذهن من میچرخه و میدونم در ذهن بسیار از شما شنوندگان، اینی که خواهش کردم که خود آقای مافی مطلب رو برای ما بخونن. البته زحمت دادم بهشون که به فارسی ترجمهش کنن چون به انگلیسی بود، ولی به قدری مطلب روشنگرانه بود برای کسانی که فکر میکنن اتفاقاتی که الان داره میفته چه معنایی داره که حیفم اومد از اون بگذرم. آقای مافی، صبح شما بخیر. سلام میکنم شما خانم سرشار و سلام میدارم برای شنوندگان شما. سپاسگزارم از که دعوت من رو قبول کردید و میکروفون میسپارم در اختیار شما که برای دوستان این Economics 101 رو بفرمایید چیه. چش، خیلی متشکرم. درس ساده در اقتصاد. روز آرامیس در شهری کوچک با خیابان‌های متروک. روزگار سختی است. همه بدهی دارند و همه با قرض زندگی می‌کنند. مسافری که از منطقه دیدن می‌کرد با ماشین از وسط شهر رد شد و به هتل رسید و یک 100 دلاری روی میز هتل گذاشت و گفت که می‌خواهد اتاق‌های طبقه بالا را چک کند تا یکی را برای آن شب انتخاب کند. به محض اینکه به طبقه بالا قدم گذاشت، صاحب هتل پول را قاپید و به سرعت به قصابی کناری رفت که قرضش را به او بدهد. قصاب هم 100 دلار را گرفت و به خیابان رفت تا بدهی خود را به دامپرور خوک پرداخت کند. دامپرور خوک هم 100 دلار را گرفت و رفت تا بدهی خودش را به کارپرداز پرداخت کند. کارپرداز نیز 100 دلار را گرفت و رفت که بدهی خود را به روسپی محله بدهد، چون او هم با شرایط سختی روبرو بود و خدمات خود را به صورت نسیه ارائه می داد. روسپی هم با سرعت به سمت هتل رفت تا بدهی اتاقش را به صاحب هتل پرداخت کند. صاحب هتل هم 100 دلار را دوباره روی پیشخوان هتل قرار داد تا مسافر به چیزی مشکوک نشود. در آن لحظه مسافر از پله ها پایین آمد و گفت که اتاق ها رضایت بخش نیستند. 100 دلاریش را برداشت و رفت. هیچ کسی چیزی تولید نکرد. هیچ کسی درآمدی هم نداشت. ولی کل شهر دیگر بدهی نداشتند و اکنون با خوشبینی بسیار بیشتری به آینده نگاه می کردند.
و این خانوم ها و آقایان طریقه کار یک بسته محرک است در اقتصاد. خیلی ممنون، مرسی آقای مفتی. واقعا من فهمیدم که این استمیلوس رو واسه چی دارم میدن. قطعا هیچ کسی واقعا گیرش نمیاد. همه قرضه خودشون درست. ممنون، خیلی متشکرم. مرسی از فرصتی که به من دادید. خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید. شما به همچنین. پرو اپیدمی ویروس کرونا و خطر واگیری آن در آمریکا، محصولات غذایی الماس اعلام کرد برای حفظ امنیت و سلامت مصرف کنندگان، مشتریان عزیز می توانند تمامی مایحتاج خود را با خیال راحت در منزل از طریق almasfood.com و یا 818-340-7840 تحویل بگیرند. محصولات الماس با تدابیر شدید بهداشتی زیر نظر USDA در دمای بالای 200 درجه فارنهایت تولید، بسته‌بندی و ارسال می شود. 818-340-7840. دفتر حقوقی میهن به اطلاع هممیهنان میرساند که همچنان به خدمات خود از طریق تلفن و آنلاین ادامه میدهد. دفتر حقوقی میهن به مدیریت آقای کاشی مثل همیشه با همکاری وکلای مجرب در ایران و آمریکا به کلیه امور حقوقی مرتبط با ایران شامل بازپسگیری املاک تصرف شده، انحصار وراثت و طلاق رسیدگی میکند. تلفن 408-249-98-98 408-249-98-98 عضو 08 و 5050 100. باورشان نمی کنند، محکوم به سکوتند، می گویند ترحم می خواهند اگر سخن بگویند. آنان قربانیان خاموشند، قربانیان تجاوز. من دکتر هلن ماه هستم، شما را باور می کنم، چرا که می دانم Rape is a real reality. با هم ویرانی تجاوز را از درون آباد خواهیم کرد. من صدای شما را به شما بر می گردانم تا حقیقت را فریاد بزنید. دکتر هلن ما، لایف کوچ و روان درمانگر در لس آنجلس، سان فرانسیسکو و پالو آلتو. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622. من صدای شما را می شنوم و شما را باور خواهم کرد. حادثه خبر نمی کند. با برنامه ریزی صحیح دارایی، استیت پلانینگ و اسید پروتکشن، اموال خود را در برابر لاسوت و بانکراپسی و خطرات دیگر محافظت کنید و با کمترین هزینه به وراث خود منتقل سازید. دفتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی در وست وود با ایجاد لیوینگ تراست، فامیلی لیمیتد پارتنرشیپ و تراست های غیر قابل فسخ و طرق دیگر، آسودگی خاطر برای شما و فرزندانتان را فراهم می سازد. 310-268-1685 برای مدت محدود لیوینگ تراست پکیج $2,000 و ثبت کورپوریشن LLC و پارتنرشیپ $1,500. برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی تماس بگیرید. 310-268-1685 310-268-1685. فروشگاه عظیم هولسام چویس در ایرواین شرایطی را فراهم کرده تا مشتریان ارجمند بتوانند به راحتی مایحتاج غذایی خود را تأمین کنند. شما می توانید مواد غذایی مورد نیاز خود را آنلاین سفارش داده و از طریق اینستاکارت دم در منزل خود تحویل بگیرید. چنانچه مایل باشید می توانید هر چه لازم دارید را به نشانی shop@wholesomechoice.com shop@wholesomechoice.com ایمیل کنید یا با تلفن مستقیم 657-354-6946 657-354-6946 تماس بگیرید و لیست خود را سفارش دهید و سپس دم در فروشگاه تحویل بگیرید و در وقت هم صرفه جویی کنید. ضمناً آشپزخانه خود را هم تعطیل کنید، چرا که با سفارش 2 پرس غذای اصلی از آشپزخانه ایرانی هولسام چویس، پرس سوم را به رایگان دریافت خواهید کرد. فروشگاه محبوب شما در ایرواین، هولسام چویس. 949-551-41-11 949-551-41-11. اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد. آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم. کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه. آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی
چی بهش گفتی اکبر آقا؟ چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه. ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی. اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی، دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99. برای شنیدن برنامه های رادیو ایران می توانید با شماره رایگان 518-510-93 تماس بگیرید. KIRN Simi Valley, Los Angeles 95.5 FM HD3 صبحانه با هما سرشار. خب یاران، به بخش دوم برنامه امروز شنبه دوم ماه می سال 2020 میلادی برابر با 13 اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی خوش آمدید. امیدوارم هنوز بر سر میز صبحانه نشستید و چای دوم یا سوم رو نوش جان کردید و همچنان با ما هستید. هنوز هم براتون برنامه های شنیدنی داریم. با ما باشید، همچنان از راه دور. این روزها با هم بودن ها از راه دور است بیشتر. ما سال هاست که از راه دور با هم هستیم. ممنون که همیشه یار و یاور ما هستید. می رفت آفتاب و به دنبال می کشید دامن ز دست کشته خود روز نیمه جان. خونین فتاده روز از آن تیغ خونفشان در خاک می تپید و پی یار می خزید. خندید آفتاب که این اشک و آه چیست؟ خوش باش روز نادان، هنگام رفتن است. چون من بخند خرم و خوش، این چه شیون است؟ ما هر دو می رویم، دیگر جای شکوه نیست. نالید روز خسته که ای پادشاه نور، شادی از آن توست، نه از آن من. بلی، ما هر دو می رویم از این ره گذر، ولی تو می روی به حجله و من می روم به گور. شعر مرگ روز از هوشنگ ابتهاج. در محضر استاد. یاران، در این بخش از برنامه از آقای دکتر علی کیانفر دعوت کردم که مهمان ما باشند. آقای دکتر علی کیانفر معمار، شهرساز و پژوهشگر، افزون بر 3 دهه مقام و مسئولیت‌های اجرایی در نظام آموزش و پرورش کالیفرنیا و تدریس دانشگاهی، دارای تألیفات و تجربیات بسیار در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه شهری و باز زنده سازی بافت‌های قدیم شهری هستند. امروز از آقای دکتر کیافر در مورد تأثیراتی که ویروس کرونا بر شهرها و زندگی شهری گذاشته می‌پرسیم و بعد صحبت و گفتگو با ایشون رو در همین زمینه‌ها ادامه می‌دیم. آقای دکتر کیافر، صبح شما بخیر. وقت شما بخیر سرکار خانم سرشار و همینطور وقت شنوندگان شما بخیر. امیدوارم که این روزها با شرایط متلاطم زندگی، حداقل به وامگیری از گفته زنده یاد نادر نادرپور، در حد ممکن و مقدور زندگی ها آرام و قابل تحمل باشه. سعیمون رو داریم میکنیم. یکی از نکات خیلی جالبی که طی این مدت تقریبا 2 ماه الان بین همه مردم که درگیر مسئله و معضل کرونا شدن هست اینه که آیا هرگز دیگه زندگی ما به صورت سابق بر میگرده یا بر نمیگرده؟ در بسیاری موارد ما مطمئنیم که بر نمیگرده. دوست داشتم که امروز با شما در این زمینه بحث کنم که زندگی شهری و همینطور خود شهرها آیا تغییرات اساسی درشون به وجود خواهد آمد؟ آقای دکتر کیافر، من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد. ولی برای اینکه در یک چارچوب کلی این نکته رو مطرح بکنم، خوب خواهد بود که آنچه که اتفاق افتاده رو در 1 یا 2 دقیقه مطرح کنیم که بعد از اون نتیجه گیری بعدی انجام بدیم. در این شکی نیست که تاثیرات منفی کرونا بسیار بسیار زیاد بوده. یعنی مهمتر از همش
وارگیری این و کشتاری که به وجود آورده و ارقام واقعا بالا هستن. یعنی در دنیا میدونید که بیشتر از 3.2 میلیون جمعیت آلوده شدند. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم بیشتر 230,000 نفر کشته شدند. در همین امریکا 1 میلیون نفر واگیر پیدا کرده و بیشتر از 61,000 نفر کشته شدند. همینطور در سرزمین مادری ما ایران بیشتر از 100,000 نفر گرفتن این بیماری رو و بیشتر از با آمارهای دولتی بیشتر 6,000 نفر. البته آقای دکتر کیافت، چون داریم این برنامه رو پنجشنبه ضبط میکنیم، حتما روز شنبه که پخش میشه آمار خیلی بالاتر، ارقام متاسفانه همینطوره. بله، چون آمار به خصوص واگیر و کشدار هر 2 روز یک بار نزدیک به 2 برابر میشن و اینها بسیار بسیار تاثیرات واقعا فاجعه آور بر زندگی مردم بوده. ولی با در کنار اون تاثیراتی که روی نوع زندگی گذاشته، ببینید تو همین امروز که صحبت میکنیم بیشتر از 30 میلیون نفر در امریکا بیکار شدن و درآمدها رو از دست دادن. حتی با کمک دولتی اینها بخش عمدهشون نمیتونن دو مرتبه برگردن و در این حال نابرابری های اجتماعی هم بیشتر شده و هم روی زندگی تاثیر گذاشته. شما میدونید که من سالها در خودتون اشاره کردید، سالها در نظام آموزش پرورش بودم، به همین جهت خیلی نزدیک با مسائل دانش آموزا، حتی پدر مادرها و کادرهای فنی بودم. ما توی امریکا بیشتر از 36 میلیون نفر از دانش آموزا در روز غذای مجانی میگیرن، رایگان میگیرن، چون در خانواده ها براشون غذا وجود نداره. در همین ایالت کالیفرنیا ما بیشتر از 3.5 میلیون نفر از دانش آموزا در خونه غذا نمیخورن. اینها تاثیراتی گذاشته در حتی همین 2 ماهی که از این جریان اتفاق افتاده، یعنی این ویروس کرونا تاثیراتش رو در امریکا نشون داده. علاوه بر اون تاثیرات اجتماعی بسیار بوده، یعنی به خصوص این دوری ها من دیدم و نزدیک دارم تجربه میکنم، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ هایی که نوه هاشون نمیتونن ببینن، فرزندان رو نمیتونن ببینن. من مطمئن هستم شما این نوه نازنینتون که به دنیا آمده یا اصلا نمیتونید ببیندش یا اینکه خیلی کمتر از سابق احیانا باهاش میتونید نزدیک باشید. همینطور خانواده هایی که فرزندانشون رو نمیتونن با هم دیگه ارتباط پیدا کنن. پسر کوچیکتر من در مدرسه پزشکی میره در فلوریدا، خیلی هم مایلی که بیاد اینجا و بخصوصتون بیمارستان ها رو تعطیل کردن برای دانشجوهای پزشکی و در خونه محدود شده، اینجا نمیتونه بیاد. اینها اثراتی هستن که در نه تنها کوتاه مدت بلکه حتی در دراز مدت تاثیرات خودشون رو ادامه خواهند داد، یعنی تاثیرات روانی به وجود میاره. حالا اینها رو چجوری ما میتونیم آنچه که اتفاق افتاده رو بخش مثبتش هم نگاه کنیم، چون هر دو اینها در آینده هم معماری هم شهرسازی به باور من تاثیر خواهند گذاشت. نکته مثبتی که در این دوران کرونا اتفاق افتاده این است که حال شهرها خوب شده، حال طبیعت خوب شده، حتی همزیستان ما در طبیعت، حیوانات رابطه تازه‌ای با آدم‌ها و با حتی محیط زیست پیدا کردن. شما حتما دیدید، شنوندگان شما حتما دیدن این فیلم‌هایی که تمام نقاط دنیا پخش میشه، از کروکودیل تو استرالیا تا فیل‌ها در هند یا گوسفندان در جای دیگه یا اینکه حیوانات دیگه، کایوتی در خیابان‌های دیگه، اینا حضور پیدا کردن. یعنی رابطه خودشون رو با هم محیط زیست ساخته شده هم محیط طبیعی پیدا کردن و حتی انسان ها من جمله خود من و خانواده من با طبیعت یه رابطه تازه‌ای پیدا کردیم. یعنی از یک سو در حیات ما روزها پرنده ها میان میخونن، خرگوش میاد رد میشه، که اینا خیلی کمتر بودن یا اصلا وجود نداشتن. خیابون که شما میرید، ما گفت دارید برای پیاده روی که میریم، این دقیقا هر روز که میریم، شما طبیعت رو بیشتر میبینید. یعنی من گلهایی رو میبینم که قبلا نگاه نمیکردم، درختهایی رو میبینم که جزئیاتش رو قبلا نگاه نمیکردم. و در یک مقیاس بزرگتر اتفاقاتی که در خود شهر افتاده، همین لس آنجلس ما، حتما شما میدونید، شنوندگان شما میدونن که 3 قطعه از بزرگراه‌های داخل شهر لس آنجلس
اونجایی که 405 فاصله بین 101 تا 10 هست، اینها شلوغ‌ترین و پرتراکم‌ترین بخش‌های بزرگراه‌های امریکا هستند. درست. ولی در این حال الان اینها موقعی که ساعت‌ها شما روز شنبه یا جمعه در ترافیک اینها گیر می‌کردید، الان با سرعت 80-90 مایل در ساعت میتونید حرکت کنید برید. اینها چه چیزی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که از یک سو ما با طبیعت گسست داشتیم، از یک سو بیشتر از اندازه‌ای که انسانی بوده وابسته بودیم به ماشین، به حتی بنزین. بنزین هفته پیش به منهای 37 دلار در هر بشکه رسید، یعنی که اینقدر کم شده نیاز که مثلا عرضه واقعا بیشتر از اونه. خب اینها مجموعه است که من فکر میکنم در آینده روی زندگی و بعد روی معماری و شهرسازی تأثیر خواهد گذاشت. آقای دکتر کیافت، چگونه روی معماری و شهرسازی اثر میذاره؟ این جالبه برای ما بشنویم از شما. بله، همین الان من میخوام خدمت شما اشاره کنم. ببینید، انسان ها اگر اکثریتشون نبوده باشه، تعداد بسیاری مفهوم خانه را پیدا کردن. در زندگی مدرن، بخصوص در زندگی مدرن کشورهای شبیه امریکا و اروپا، خانه از مفهوم محل زندگی و ارتباط افراد تبدیل شده به یک سرپناه. یعنی ما لغت‌های انگلیسیشو که دقت بکنیم، مسئله واژه هوم در مقابل هاوس. هاوس اونی که شما میاد میشه زندگی میکنید، شبیه 8-10 ساعت در اونجا هستید و میرید دنبال زندگی و کارتون. همونه که احساس وطنتون رو میکنید، احساس بودن رو میکنید. مطمئنن این نوع زندگی رو که کشف شده در آینده روی روابط داخل منزل تأثیر میگذاره. به این ترتیب که من یه چیز اشاره اینجوری بکنم، شما حتما یادتون هست که در ایران در خانه های قدیمی چیزی به نام هشتی وجود داشت. این هشتی کاربردهای مختلف داشت. یکی از این کاربردهایی بود که زندگی بیرون رو به زندگی داخل وصل میکرد، یک دوران انتقالی. الان در معماری من مطمئن هستم که با این اتفاقاتی که افتاده، در حداقل کوتاه مدت، در بلند مدت نباشه، در بعضی جاها بخصوص سازمانهای مجتمع فضاهایی در نظر گرفته میشه که شما که از بیرون میایید، اگه لباستون رو باید در بیارید، دستکشتون رو در بیارید، نمیدونم کلاه و عینک رو بردارید، در اونجاها بتونید بگذارید. چون این داستان کرونا، میدونید شما حتما که حداقل یک سال و نیم تا دو سال با ما خواهد بود. از این اتفاقات کوچک در معماری به نظر من شکل میگیره. و اینکه در منازل کار کردن، اتفاقی که بیشتر از همه میفته این است که تأثیرات در خانه ماندن و در خانه کار کردن و به اینترنت به فضاهای معماری بیرون میره. یعنی من شکی ندارم که این مراکز خرید به اصطلاح انگلیسی، این مارکایی که وجود دارن، اینها بخش عمدهشون دیگه بر نخواهند گشت به زندگی قبلی، به خاطر هم مسئله اقتصادی که به صورت خیلی شدید تأثیر گذاشته و اینها رو ورشکست کرده یا خواهد کرد، و از اون طرف مردم دیگه کمتر به سمت و سوی رفتن توی بخصوص فروشگاه‌های بزرگ خواهند گذاشت. این چه اتفاقی میفته؟ اتفاق به این ترتیب میفته که فضاهای موجود رو باید به یک نقطه تبدیل کرد به کاربری دیگر. یعنی نمیتونن که درش رو ببندن که بگذارن از بین بره. حالا این کاربری ها میتونه کاربری های مختلفه باشه که اگه من میخوام واردش بشم خیلی وقت خواهد گرفت، ولی خیلی خلاصش این است که روی اونها، حتی روی مدارس، مدارس بخشی از نوع آموزش و پرورش به در منزل خواندن و نوشتن و یاد گرفتن انتقال پیدا خواهد کرد. دانشگاه هم به همین ترتیب. فضاهایی که وجود دارن، چه فضاهای موجود، باید تبدیل به کاربری بشن، و چه فضاهایی که در آینده ساخته خواهند شد. حالا من اینو بیارم بحثش بزنم به مسئله شهر. یکی از چیزهایی که خیلی در بخصوص سالهای اخیر تاکید شده بود روش، چون نمونه‌های موفقی داشته هم در امریکا و بخصوص در اروپا، نزدیکی محل زندگی به محل کار. این حسنای مختلف داره، از همه مهمتر به کم شدن گاز کربن و به خاطر اینکه استفاده نمیشه از ماشین و اتومبیل و رفت و آمد کمک میکنه،
وقت بیشتری برای افراد هست که فاصله بین محل کار و محل زندگی رو به نوع دیگه استفاده میکنن، میگذاشتن برای وقت گذاشتن رفتن اونها رو، اونا رو وقتی دارن به چیز دیگه به وجود بیارن ازش استفاده بکنن. آنچه که این روند بود، روند به این ترتیب بود که شهرک هایی که بخصوص از ابتدای دهه 60 میلادی شروع شد در امریکا و در جاهای دیگه و گسترش پیدا کرد، که شهرک ها به وجود اومدن برای محل های خواب و محل های حد اکثر آخر هفته با رفتن به طبیعت، و همه به سمت و سوی شهر می بودن. در همین لس آنجلس خودمون می دونید که داونتاونی وجود داره، یا حداقل 3 تا داونتاون وجود داره اگر سنچری سیتی یا پاسادینا رو هم داخل این حساب بکنیم، که از جاهای مختلف حتی فاصله 45 مایلی، یعنی 60 کیلومتری یا بیشتر از 60 کیلومتری در روز می اومدن به این شهر. این مسائل مختلف وجود می کرد، ترافیک، مصرف بنزین، آلودگی هوا و و و. برنامه‌ریزی‌های شهری به دنبال این بودن در این سالها که ما نزدیک بکنیم محل زندگی رو به محل کار، که افراد مجبور نشن اینقدر در ترافیک باشن. و نمونه‌هاش هم خیلی کار میکرد. در همین دانتان لس آنجلس، مرکز لس آنجلس، مقدار خیلی زیادی آپارتمان ساخته شد، ساختمان قدیم تبدیل به آپارتمان شد و استفاده های مختلف به وجود اومد، از رستوران و تئاتر و سینما و غیره، که همه با هم دیگه باشن. این روند بود. ولی الان با اتفاقی که افتاده با تاثیرات کرونا، این قضیه زیر سوال رفته. چرا؟ چون یکی از مشخص ترین تأثیرات این ویروس این بوده که محل‌های متراکم متمرکز بیشتر به افراد به این کرونا مبتلا شدن. خب البته نابرابری اجتماعی هم هست، یعنی اقلیت‌ها بیشتر گرفتن، فقط افراد فقیر که با هم دیگه 5 نفر 6 نفر در یک اتاق دو اتاق زندگی می‌کنن، اینو بیشتر گرفتن چون نزدیکی با هم بوده. حالا این زیر سوال رفته. یعنی مطمئن هم هستن که در آینده بیشتر خواهد شد، که آیا ما باید اون روندی رو که از نظر فکری و عملی انجام میدادیم که شهرها رو متمرکزتر بکنیم، در داخل شهرها مراکزی باشن که محل زندگی محل کار با هم باشن و از بیرون به داخل اومدن جلوگیری بکنیم، یا اینکه برعکسه؟ یعنی این البته الان چیزیست که مطمئن من هستم که در آینده نزدیک تأثیرات خاصی روی شهر خواهد گذاشت، و قضیه برمیگرده به همونجا که ما اولویت رو باید به چی بدیم. یعنی من شهرساز یا من برنامه‌ریز شهری باید کدوم رو بسنجم و ترجیح بدم؟ این است که احتمال به وجود اومدن رابطه‌های اجتماعی بیشتر اثرات منفی دیگر خواهد گذاشت، یا اینکه به خاطر از دست ندادن جان انسان‌ها ما کماکان به مسئله دوری از محل‌ها، تراکم کمتر و نوع مختلف و متفاوتی از اون چی که در ذهنمون هست و داره انجام میشه رو شکل بدیم. آقای دکتر کیافر عزیز، بسیار معتقدن که به عنوان مثال در دوران طاعون و وبایی که در قرن‌های قبل بوده، به دلیل اون رنسانس هم به وجود اومده، و این یکی از پدیده‌هایی است که پس از اتفاقات این چنینی میفته. یعنی طرز فکرها فرق میکنه، خلاقیت در مردم زیادتر میشه. آیا شما در آینده‌ای که پسا کرونا در واقع الان هم اسمشو گذاشتن، این چنین شکوفایی رو خواهید دید یا میتونید ببینید که یک بدعت تازه اصلا در نوع زندگی انسان‌ها با توجه به ساختمان، معماری، رفت آمد، نشست و برخاست به وجود بیاد؟ حتما. من در این شک ندارم خانم سرشار که تفکر، نوع زندگی، روش نگاه کردن به زندگی عوض خواهد شد، یا حداقل متفاوت خواهد بود به نسبت به اون چی که ما تا به حال تجربه کردیم و امروز داریم تجربه میکنیم. یک من مثال به شما بزنم در راستای همین صحبتی که الان شما کردید. بعد از وبای جهانگیر سال 1918 که درست بعد از جنگ جهان، پایان جنگ جهانی اول بود، میدونید که تعداد کشته شدگان از اون بیماری بیشتر از تعداد کشته شدگان در جنگ جهانی دوم بود. در خود ایران ما بیشتر از 30% جمعیت از بین رفت به خاطر اون بیماری. چه اتفاق افتاد تو شهرها؟ شهرسازان بلافاصله به این نکته توجه کردن که از یک سو باید تعداد مراکز درمانی و مراکزی که قابل دسترسی باشن بیشتر بشه،
دولت‌ها به این فکر افتادن. از اون طرف نوع شهرسازی عوض شد، یعنی باید تبدیل می‌کردند شهرها رو به بخش‌هایی که قابل دسترسی بیشتر بود، از هم جدا بودند و در مواقع خاصی که یک بحران به وجود میاد بتونن کمک رسانی بکنن، بتونن به افراد خدمات بدن. من مطمئنم که این روند با کرونا ادامه خواهد داشت. نمیشه الان عرض کردم دونید کسی که ممکن چیزی خیلی ساده باشه، کسانی که در منزل به خصوص خانم ها و آقایانی که الان مجبور شدن در خانه بمونن، به حتی آشپزی علاقه پیدا کردن، طرز درست کردن کیک رو خیلی ها یاد گرفتن. من از خانمم شنیدم پریروز که آرد در سه مغازه رفتن آرد بخره، آرد وجود نداره. ببینید این تجربه ادامه پیدا میکنه. از اون طرف همین که عرض کردم نوع زندگی بر اساس دنیای مجازی بیشتر خواهد شد، استفاده از دنیا مجازی بیشتر خواهد شد و این تفکرات تازه را حتما به وجود میاره. یعنی اصلا درش من شکی ندارم که نگرش به زندگی، نگرش به تکنولوژی و فناوری عوض خواهد شد یا حداقل متکامل تر خواهد شد و نتیجه این تحول، این دگرگون شدن تدریجی یا حتی سریع تأثیرات خودش رو در مسائل دیگه میذاره، در علم میذاره، به نظر من حتی در ادبیات و هنر و نقاشی میذاره، حتی در تئاتر میذاره که همه اینها جنبه های مختلف زندگی هستن، جنبه های مختلف حیات هستن و در تبع اینها به دنبال اینها روی شهر و شهرسازی تأثیر میذاره. من مطمئن هستم که احیانا ترافیک فرض کنید که لس آنجلس به صورتی که الان هست از ادامه نخواهد، ولی در این حال تغییراتی به وجود میاد و همون هم که شما گفتید اون تغییراتی به وجود میاد به دنبال این خواهد بود که تفکر تازه یا اینکه به یک نوع گزینه های دیگر توجه کردن منجر خواهد شد و به نوع دیگر و گزینه های دیگر توجه کردن بدون شک از دید من به باور من به نتایج ملموس محیطی، شهری و حتی روابط انسان با دولت و دولت‌ها با همدیگه منتج خواهد شد. یک دنیا از شما سپاسگزارم آقای دکتر علی کیافر، مثل همیشه از شما میآموزیم و ممنونم از همه نکات جالبی که گفتید و یادآوری کردید. سپاس زیاد از شما که فراهم میکنید امکانات رو هم برای من هم برای دیگران. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. خیلی متشکر هستم. به همچنین عشق تو به سر برم بر تو بگویم که نشکنم شکر برم آمدم چون عقل و جان از همه مشعله منظر برم مشعله منظر برم موسیقی
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. در این شرایط ویژه و استثنایی، من و دفاتر شایانی همچون 20 سال گذشته پشتیبان جامعه ایرانی هستیم. دفاتر شایانی چون گذشته باز است و به دنبال دستور ایالت کالیفرنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا در خصوص محدودیت حضور در کار، وکلا و کارمندان ما با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته آفیس های شایانی در حال ادامه کار و فعالیت از راه دور همچون گذشته هستند و پاسخگوی تلفن های شما خواهند بود. تلفن‌های امرجنسی شما به صورت 24 ساعته چون گذشته پاسخ داده خواهد شد. در حال حاضر می توانید فقط از طریق تلفن و یا ایمیل برای پیگیری پرونده‌های در جریان خود و یا ارجاع پرونده‌های جدید با دفاتر شایانی در تماس باشید. این دوران سخت هم با همیاری و همکاری با یکدیگر به پایان خواهد رسید. آرزوی سلامتی برای شما دارم. پیام شایانی 818 777 777 777. آقای کنعانی، شوهر من برنامه ریزی مالی نداره. میگن بعد از 100 سال اگه فوت کنه بیشتر اموالش از دستم میره. حقیقت داره؟ بله، نه تنها اون، اگر درآمد و پیچکشون قطع بشه باید پسنداز و سرمایهشون درآمد بده که باهاش زندگی کنی و خدای نکرده بعد از فوت به بازماندگان برسه. ما به شما در این زمینه به راحتی کمک میکنیم. مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227. خانم دکتر آزیتا سایان در برنامه دنیای عشق جوابگو سوالات شما هستند و به مباحث مهمی همچون ازدواج، تربیت فرزندان، افسردگی، طلاق، سکس و همجنسگرایی و هزاران موضوع متنوع دیگر می‌پردازند. دنیای عشق از رادیو KIRN 670 AM جمعه هر هفته ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. 310-460-2600. برای مبارزه با ویروس کرونا باید بدن خود را مقاوم سازیم و بدن ما نیاز بیشتری به ویتامین سبزیجات و میوه‌جات دارد. ما به شما ولی مارکت پلیس در رسیدا و ونوون را توصیه می‌کنیم. تنها مارکت ایرانی با قابلیت خرید میوه جعبه‌ای، آن هم با قیمت‌های باور نکردنی. ولی مارکت پلیس قدیمی‌ترین و کامل‌ترین مارکت ایرانی همچنان انتخاب درست شماست، چون با رعایت کامل دستورات ویژه کووید 19 برای کارمندان و مشتریان به فعالیت پرسابقه‌اش ادامه می‌دهد.
میدهند. انواع گوشت و مرغ، سبزیجات تازه، میوه، دیری، نان سنگک و بربری تازه و شیرینی‌های تر و خشک. ولی مارکت پلیس در رسیدا و بنوون رستوران هم دارد که در شرایط ویژه امروز با کشیدن محافظ شیشه‌ای با دلیوری و پیکاپ در خدمت شما مشتریان گرامی است. فروشگاه‌های ولی مارکت پلیس در سه منطقه رسیدا، سیمی ولی و والنسیا. 818-609-1955 valleymarketplace.com. همین چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر دکتر رامتین مسعودی درباره عوارض دیابت و سلامت پا با شما سخن خواهند گفت. 310-855-7171. این ماه قرار $1000 درآمد شما بیشتر بشه. تعجب نکنید، شدنیه. با ما تماس بگیرید. وقتی که $1000 کمتر این ماه بابت مینیمم پیمنت های کردیت کارت ها پرداخت کنید، با ما تماس بگیرید. شدنیه. شدنیه، چون ما راه کم کردن بدهی های کردیت کارت ها رو خیلی خوب بلدیم. 818-2 تیم تخصصی زنید با مدیریت مانی حاتمی راه حل های عملی کم کردن بدهی ها رو در اختیار شما قرار میدن تا درآمد خودتونو بی دلیل صرف پرداخت بهره های سنگین بانک ها نکنید. با ما تماس بگیرید. با ما تماس بگیرید. مانی حاتمی 818-2-818-2-0. کردیت برتر، بدهی کمتر، با قانون 818-2. با محصولات صدف این روزها راحت تر در امنیت خانه بمانید. کافیست کتلت، آش، انواع خورش و کباب‌های آماده مصرف صدف را چند دقیقه گرم کنید تا یک غذای سالم، خوشمزه و بدون زحمت را در خانه در اختیار داشته باشید. محصولات صدف تهیه شده از بهترین فرآورده‌های غذایی برای اطمینان و حسن انتخاب خانواده‌های ایرانی. صدف سلامتی و آسایش برایتان آرزو می‌کند. When I was little, I didn't talk for a long time. I was sensitive to lights and sounds, so I built secret hiding places where they couldn't get in. Sometimes I did the same things over and over, until one day I found out I had autism. My family got me help. Slowly, I learned how to live with it better. Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org/signs. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council. تازه چه خبر؟ یاران، در این بخش از برنامه از آقای جاناتان نعمان دعوت کردم که مهمان این ساعت باشن. جاناتان نعمان یکی از سه بنیانگذار و مدیرعامل کمپانی سویت گرین هست که یکی از رستوران‌های بسیار مشهور زنجیره‌ای است که به آوردن سالاد از مزرعه به روی میز شهرت داره. آقای نعمان همراه با شرکای خودش نیکولاس جمت و نتانیل رو نخستین رستوران سویت گرین رو در سال 2007 در واشنگتن دی سی افتتاح کردند، همان سالی که خودشون و دوستانشون از دانشگاه جورج‌تاون فارغ التحصیل شدند. این رستوران ابتکاری خیلی سریع به یک کمپانی زنجیره‌ای تبدیل شد و تعداد آن هم اکنون به بیش از 100 رستوران در سراسر آمریکا رسید و یکی از موفق ترین رستوران هایی هستند که سالاد و سبزیجات تازه رو برای مشتریانشون سرو میکنن. علت این که از آقای جاناتان نعمان دعوت کردم که به این بخش از برنامه ما بیاد و با او گفتگو بکنم، خبری بود که هفته گذشته در رادیو تلویزیون ها و همینطور نشریات در مورد این که این کمپانی چک 10 میلیون دلاری وام فدرال رو که برای کمک کردن به مشکلات ناشی از کرونا برای مشاغل و کمپانی‌های مختلف به وجود آورده پس دادن و اعلام کردن که خودشون میتونن به تنهایی مسئله و مشکل کمپانیشون رو برطرف کنند و ترجیحاً میخواند که این رقم‌ها به مشاغل و کارهای کوچکتر برسه. به خاطر خبری که از او و کمپانی او هفته گذشته در نشریات چاپ شده بود و در رادیو تلویزیون ها اعلام کردند، از او دعوت کردم که به این برنامه بیاد و با او در این زمینه گفتگو بکنیم. Good morning, Jonathan. Good morning. در خبرها اومده بود که کمپانی شما 10 میلیون دلار وامی رو که دولت فدرال امریکا به عنوان PPP
Paycheck Protection Program به مشاغل مختلف و کارفرماهای مختلف داده بود رو پس فرستادید. ممکنه به ما بگین که چرا این تصمیم رو گرفتین؟ Yes, of course. So, you know, when coronavirus hit, our business was very severely impacted. Our revenue and sales, you know, we had to close over 20 stores and our sales were severely impacted in all of our cities, forcing us to make some very difficult decisions about our people. You know, when we first heard about the loan program, we thought it was written for companies just like us to be able to support our employees and pay them through this tough time. So, like many other companies, we applied and we very quickly received the funds. But as soon as we received the money, we realized that so many other people had not gotten the money. There were many small businesses and friends of ours that had not received any money and were on the brink of bankruptcy. And even many restaurant friends of ours that we knew were people who did not receive the money. So immediately we realized that we had access to capital in other ways, and that the right thing to do was to return the money so that money could be used to companies that were in more need. آیا شما میدونید کمپانی دیگر هم همین کار کرده باشن مثل شما؟ به غیر از شیک شک به نظرم اون کمپانی هم این کار کرده. Yeah, the only other company at the time that we had done it to give the money back was Shake Shack. But ever since then, ever since we gave the money back, there have been a few other companies that have also given the money back. The difference is, you know, we're a private company. So we actually, for us, we did not have to disclose that we had the money at all or that we gave it back, but we felt like it was the right thing to do. So we're really the only private company to receive and return the money. Jonathan, ما خیلی به شما افتخار میکنیم. همه ایرانی ها باید بدونن که یک جوان آمریکایی ایرانی تبار دست به چنین کار بسیار ارزنده ای زده. حالا پرسش اینه که چگونه به تنهایی با چالش های آینده برخورد میکنی؟ چگونه این بحران رو پشت سر خواهی گذاشت؟ Yeah, so when the crisis hit, we first thought about how we need to take care of our people within our company and the health and safety, as well as do our best to take care of them through this crisis. So we were able to transition our operations into delivery and pickup. So most of our stores are actually still open. We were able to transition our operations so we can still serve our customers, although you cannot go in the restaurant. You have to order on our app. And you can pick up a curbside or for delivery. Today, we actually launched a new menu. We launched Sweetgreen Hot Plate. It's essentially our way of serving dinner. We realize more and more customers want to eat healthy food, but because they're home, they want more comforting, warm, hot food. And so we launched Plate. So our way of surviving this is to innovate and to try to meet the customers in their changing world. So it's going to be challenging for us. It's definitely a challenging environment, but we're tapping into the entrepreneurial spirit of the company to innovate our way out of this, and we're confident that we'll be able to win in this new world. امیدوارم که همه بتونن چون شما چنین روحیه مثبتی داشته باشن. آیا اون 20 رستورانی رو که بستید برای همیشه تعطیل شدن یا به تدریج بازشون خواهید کرد؟ You know, we know that this is a very difficult time for us and for everyone, you know, especially for being in the food industry. But we know the world will come back to normal eventually, and more people will want to eat healthy food on the go. And we're very well positioned for this. And so we do plan on opening up all our stores again. We will bring back all our employees. So at Sweetgreen, we have about 4,500 employees. We had to furlough about 2,000 of the employees, but over the past 6 weeks, we've been able to bring back over 10% of those employees. One of the initiatives that we have, which has really helped us in creating work for our team members, is something we call the Impact Outpost Program. And what it is it's our initiative to serve the hospitals and the frontline doctors and nurses who are treating patients. So we have a program at Sweetgreen in normal times called Outpost. And Outpost is a business where it's an office food delivery service where we have over 1,000 offices around the country. You can order on the Sweetgreen app and we deliver for free to the office. Of course, when coronavirus hit, all of the offices closed and this business went away. So instead of just shutting the business down, what we did is we transitioned it and we opened up 200 hospital outposts around the country. And we started funding the salads and meals for free
to these workers. But then we opened it up and we asked the community to donate to help fund more meals for these hospital workers. So far, we've raised over $1.5 million. Wow, and good for you. Thank you. And so a lot of amazing donors have come in. We partnered with Chef Jose Andres and the World Central Kitchen and have so far served about 100,000 meals and are on track to serve over 250,000 meals to the hospitals. So part of we don't make money on those meals. It's we do it at cost. But what it does do is, one, it makes a huge impact on the people on the front line, but it also allows us to bring a lot of people back to work. So the combination of pivoting to doing more delivery, serving outposts and hospitals, and now launching this new menu, we're confident that over the next few months, we're slowly going to bring our business back. چه عالی. آیا فکر میکنی ممکنه که زنجیره توزیع مواد غذایی دچار مشکل بشه؟ شما که توی رستوران ها گوشت ارائه نمی کنید، ولی آیا مشکلاتی که در مراکز دامپروری پیدا شده برای شما هم مسئله ایجاد کرده؟ We don't serve meat, but we do serve chicken and we serve fish. And, you know, we have not had issues largely because our supply chain is mostly local. It's mostly local farms who have not had supply disruptions yet. And so we've been able to keep things intact and are confident that we will be able to keep our supply chain intact. We have over 300 farms that we work with. We have a very diversified supplier base that gives us the resiliency to make it through these tough times. آقای جاناتان نیمان، اگر شنوندگان ما بخوان به شما کمک بکنن تا به بیمارستان‌ها و گروه‌های پزشکی غذا برسونید، چگونه میتونن این کار رو انجام بدن؟ Of course. So to donate, you can go to sweetgreen.com/donate and partnered with the World Central Kitchen. So it's a 501c3. It is a tax-deductible donation, and all of the food goes directly to feeding the front line. So we're very grateful for all of the contributions, and it makes a huge impact. Really, the pictures and the letters we get every single day from the doctors and nurses really warm your heart in these very difficult times because they're working so hard. We've all been to hospitals and have seen the food there. It's really not great. Not only is the food not great and not healthy, but they don't have the time to even go out and get it. So to have this moment of having a nourishing, delicious, healthy meal in these tough times really makes an impact for these essential workers and heroes in the hospitals. آقای جاناتان نیمان، چگونه به ذهنتون رسید که سویت گرین رو بنیان بگذارید؟ So great question. You know, I grew up here in Los Angeles. I grew up loving food and eating healthy. And then for college, I moved to Washington, D.C. And I was at Georgetown University there. And in my senior year, I partnered with two of my friends. And we were so sick of all of the food options that were there. Everything was so unhealthy. And we really started to look at the food system and realize that the food system needed to be reinvented. There needed to be, our generation wanted a fast food restaurant that was healthy and good for you. You know, we wanted to create the McDonald's of our generation, but one that was good for the environment, good for your health, and delicious. And so it started off with opening one tiny, small restaurant. And we opened it right outside of campus in 2007 and have since then slowly been growing, and today we have almost 110 restaurants. هم خودتون و هم دور شریک شما نقطه‌های مشترکی با هم دارید. شاید رمز موفقیتتون در این باشه. درسته؟ Yes, I partnered with Nicholas and Nathaniel, my two partners, and all of our parents were immigrants to the United States. My parents obviously from Iran, Nate's parents came from Mexico and China, and Nicholas from France and Lebanon. And so we all kind of had that first generation immigrant itch to be an entrepreneur and to create something, seeing similar to our parents, always this idea that the world can kind of go up and down, and the resiliency of being able to create fresh, something that we all learned from our families. And so we bonded together over this idea of creating something together. این همونیست که بهش میگن American Dream، رویای امریکایی. مهاجرانی که به این کشور آمدن و موفق شدند. نسل دومشون، نسل سومشون. بابت این به شما و همکارانتون تبریک میگم. در ضمن من شنیدم که شما خیلی یوگا و مراقبه یا مدیتیشن میکنید. آیا این شیوه زندگی و نگرش به جهان در شماست که شما رو به طرف
غذاهای سالم و گیاهی و باز کردن سویت گرین کشونده؟ I think so. Meditation has been a really great tool in my life to help keep me centered and grounded, especially during all of the crazy times. So just this, it's a practice that I originally learned from my parents, but have brought it into my own life. And it's actually something we do as a company together. And it just helps bring presence and awareness to our life and just bring more joy. So it's been a great gift in my life. سپاسگزارم از تو جاناتان نعمان، موفقیت بیشتری آرزو میکنم برای خودت و برای همکارانت. باعث افتخاره که در چنین موقعیتی دو حرکت بسیار معتبر و بسیار با اهمیت رو انجام دادی، که پس دادن اون وامی بوده که در محموله تشویقی به شما دادن و دوم اینی که برای بیمارستان ها دارید غذای خیلی خوب و سالم بدون اینکه پولی براش بپردازن برای تمام گروهی که در مراکز پزشکی کار میکنن تهیه میبینید. خسته نباشید و با آرزوی موفقیت بیشتر. Thank you so much. It's an honor to be here. Pleasure to speak with you. Same here, Jonathan. Thank you. یک کتاب، یک نویسنده. دوستان، در این بخش از برنامه به سراغ یک نویسنده و کارشناس اقتصادی میریم که اخیراً کتابی از ایشون چاپ شده که بسیار مورد توجه قرار گرفته. آقای دکتر علی اسدی که نویسنده این کتابی هستند تحت عنوان 1000 نکته و ابزار برای موفقیت مشاغل کوچک. در این کتاب آقای دکتر اسدی با دقت و توجه به نکات خیلی ریز و مهمی که به درد کارآفرینان مختلف میخوره پرداختن و به همین مناسبت از ایشون دعوت کردم که در این برنامه باشون گفتگویی بکنیم در مورد این کتاب. ایشون علاوه بر نویسندگی مربی هم هستند و سخنران مجامع بین المللی برای مسائل اقتصادی. آقای دکتر اسدی، به شما خوش آمد میگم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. عرض ادب و احترام خدمت شما خانم سرشار و یکایی که شنوندگان ارجمند رادیو. و سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید. به من بفرمایید این کتاب اخیر که داشتیم در موردش صحبت میکردیم چندمین کتاب شماست؟ بله، عرض کنم این هفتمین کتاب من هست، که کتاب های من بیشتر در زمینه بیزنس منیجمنت که مدیریت بیزنس های مختلف هست، که در هیومن ریسورس، منابع انسانی، مارکتینگ، بازاریابی، و این کتاب آخرم که یک به اصطلاح هندبوک کامل مدیریت بیزنس های کوچک هست. من که اهل بیزنس نیستم آقای اسدی، ولی کتاب رو نگاه کردم، بخش های مختلفش هم خوندم و به نظرم اومد که این کتاب برای استفاده خیلی کتاب راحتی است. شما فکر میکنم با توجه به اینی که ممکنه مثلا کسانی که شاغل هستن و کارهای بیزنسی میکنن آنچنان خواننده های پرپاقرص نوشته های پرگفتار باشند، به هر کدوم از مسائل با دادن ابزاری مثلا دهگانه یاد خواننده میدید که چگونه بیزنس و شغل خودش رو جلو ببره و با موفقیت روبرو بشه. چه مدتی طول کشید این کتاب رو شما نوشتین؟ عرض کنم که این کتاب نتیجه 4 سال ریسرچ و 20 سال اکسپریانس هست در زمینه مدیریت بیزنس های کوچیک، و من چون خودم بیزنس کانسالتنت هستم، با بیزنس های مختلف در ارتباط هستم و مشکلاتشون رو از نزدیک میبینم، تصمیم گرفتم همچین کتابی بنویسم. چرا که یکی از تفاوت های اصلی بیزنس های کوچیک با لارج کورپوریشن ها یا شرکت های بزرگ این نقشی است که بیزنس اونر داره، و میدونیم که بیزنس های کوچیک چون توسط یک نفر اداره میشه یا سیستم مدیریتش خیلی کوچیک هست، کمبود وقت بسیاری دارن اون کسایی که مدیریت میکنن بیزنس های کوچیک رو. بنابراین تصمیم گرفتم یه همچین منیوالی داشته باشن که بتونن در مورد هر زمینه‌ای که میخوان اطلاعات کسب کنن، برای مثال چگونه مشتریان بیشتری جذب کنن، چگونه هزینه های بیزنسشون رو مدیریت کنن، چگونه کارمندان بهتری رو مدیریت کنن و استخدام کنن. در هر زمینه حدوداً در مورد 100 تا تاپیک هست که من هم ابزاری که به درد اون تاپیک خاص میخورده آوردم، 5 تا ابزار برای هر تاپیک، هم سخنانی که کسایی که در بیزنس موفق بودن در اون زمینه کدهاشون رو آوردم، و هم راهنمایی کردم به صورت 10 تا تیپ که چگونه میتونیم برای مثال مشتریان بیشتری
به دست بیارین، چگونه میتونین هزینه های بیزنس رو کنترل کنین و سایر موارد. در واقع من شباهت میبینم بین این کتاب و کتابایی که در نوع دائرة المعارف یا دانشنامه است، این برای مشاغل کوچکه، یعنی کتابی است که یک بار خوندن نداره، بلکه این بر رومیز کسی باشه که صاحب شغله و هر موقع هر نیازی داشت بهش مراجعه بکنه و ازش یاد بگیره. درست برداشت کردم؟ دقیقاً همینطوره و من اینو مرتب آپدیت خواهم کرد، یعنی نسخه‌های جدیدی که در سال‌های آینده خواهد اومد، مطمئناً ابزارهای جدیدی که در مارکت هست، تمام اینها رو بهش اضافه خواهم کرد و این مرتب آپدیت خواهد شد. بله. حالا در این شرایط موجود که همه مشاغل دست به گریبان این بحران کرونا هستند، در این کتاب شما پیشبینی اینی که در دوران بحران چگونه مدیریت بکنیم و چگونه شغلمون رو نگه داریم هم شده؟ یعنی یکی از چیزایی که بعدا اضافه خواهد شد بهش؟ نه در اینم شده، چون یکی از اصلا اصول مدیریت بیزینس ریسک منیجمنت هست. ما همیشه تو ریسک منیجمنت بگیم که ما میایم پروسه های کاریمون رو می نویسیم یا به صورت دایگرام می کشیمشون و بعد میایم ببینیم که چه عواملی، چه ریسورس هایی ما احتیاج داریم که اون پروسه ها رو انجام بدیم. حالا وقتی اون ریسورس ها قطع بشن با چی کار میتونیم بکنیم؟ شرایطی که الان اتفاق افتاده، من همیشه میگم مدیریت یک بیزینس کوچیک مثل یک مسافرت جاده ای با اتومبیل میمونه. وقتی شما یه مسافرتی میخواییم برین، اون شما به عنوان صاحب اون بیزینس نقش راننده رو دارین. ماشینی که شما دارین اون بیزینس سیستمی هست که استفاده میکنین، افرادی که با شما در اون ماشین هستن مثل کارمندانتون یا شرکاتون میمونن در اون بیزینس. شرایط آب و هوایی که تو اون جاده‌ای که میخواییم برین شرایط مارکت هست و رقباتون مثل اون ماشین هایی میمونن که تو ترافیک هستن. حالا که جاده‌ای که ترافیک زیاد باشه، مطمئنا شما دیرتر به مقصد میرسید. حالا در این ویروس کرونا اتفاقی که افتاده، این جاده بسته شده، یعنی بسیاری از ماشین ها، چه اون کورپوریشن های بزرگ که نقش کامیون ها رو دارن تو این جاده و چه اتومبیل های کوچیک، پشت این جاده ای که بند اومده وایسادن. حالا ما باید چیکار کنیم با عنوان بیزینس اونر که وقتی این جاده باز شد بتونیم با سرعت بیشتری حرکت کنیم، چون مطمئنا بعد از این بحران رقابت بسیار بیشتر خواهد شد. اینجا کاری که بیزنس اونرها باید انجام بدن اینکه خودشون رو آماده کنن، بیزنس هاشون رو ریویو کنن، اگه ببینن نالج جدیدی قرار یاد بگیرن، یاد بگیرن. این یه فرصت مناسبی است که آدم خودش و بیزنسش رو ریویو کنه و که وقتی این جاده باز شد بتونه با سرعت بیشتری از رقباش بره و به مقصد برسه. خب پس پیشبینی اینو کردین و شاید بهترین راه است برای کسانی که الان هم در واقع به دلیلی که بسیار از مشاغل بسته است، فرصت اینی که مطالعه بیشتری بکنن و در یه ارزیابی جدید برای کارشون از کتاب شما استفاده بکنن. آیا کتابتون آقای دکتر اسدی در آمازون به فروش میره؟ بله، در آمازون، بارز اند نوبل و آدیو ورژنش هم به زودی از طریق آدیبل به بازار خواهد اومد. چقدر عالی. دوستان توصیه میکنیم کسانی که الان درگیر این همه بحرانی هستن که مشاغلشون یا داره از دست میره یا اینی که بسته شده، تونن از تمام نکاتی که آقای دکتر اسدی در این کتاب آوردن که بسیار جالب بود، میگم حتی برای من که اهل بیزنس هم نیستم خیلی جالب بود، کتاب 1000 Tips and Tools for Small Business Success نوشته ایشون رو ابتدا بکنن، خریداری بکنن و مطالعه بکنن و بعد هم حتما شما یه سایتی دارید که میتونن به شما مراجعه بکنن اگه سوالی چیزی داشته باشن. بله، وبسایت من هست aasadi.com aasadi.com که در کتاب هم این اینفورمیشنش هست، اطلاعات خودم و اگه سوالی داشته باشن تمام اینفورمیشن. ممنونم که وقتتون رو به من دادید. خوب و خوش باشید. شما به همچنین. روزتون بخیر آقای دکتر علی اسدی. خب یاران، به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاری میکنم از سیامک ثابت‌ایمانی و فرشاد بلندیان، کارگردانان فنی برنامه، و همراهی مهمانان گرامی دکتر آرش آری آرامش، الهه امانی، فرهاد مافی، دکتر علی کیافر، جاناتان نعمان و دکتر علی اسدی. سپاسگزارم از شما شنوندگان وفادار که همه شنبه ها با ما هستید و با کلام گرم و پرمهرتون ما رو دلخوش میکنید. بازپخش برنامه را امشب از ساعت 12:30 تا 2 بامداد از رادیو و سپس در آرشیو برنامه‌های رادیویی روی سامانه homosarshar.com بشنوید. به صفحه فیسبوک من بروید و لایک بزنید،
کاربر یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام هم هستیم و آرشیو برنامه‌ها در آنجا هم هست. همه خبرها آنجاست. تلفن پیامگیر من 310-4700 و ایمیل من huma@humasarshar.com. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همگی رو با آخر هفته پر از عشق و مهر می سپارم. روز و روزگار خوش، سلامت و امن بمانید. وحشت از عشق که نه، ترس ما فاصله هاست. وحشت از غصه که نه، ترس ما خاتمه هاست. ترس بیهوده نداریم، صحبت از خاطره هاست. صحبت از کشتن ناخواسته ی عاطفه هاست. کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ماست. گله از دست کسی نیست، مقصر دل دیوانه ماست. قیصر امینپور. بیشترین درخواست جامعه ایرانی این روزها در خصوص مراجعه به وکلای تصادفات، دریافت بالاترین خسارت، پاسخگویی و رسیدگی به پرونده تصادف آنان و در نهایت ارائه توجه شخصی از سوی وکیل تصادفات است. در دفاتر شان گذرها، وکیل تصادفات و ربکا رسیبی، مشاور حقوقی آگاه در تصادفات با 20 سال تجربه، شما به طور مستقیم با وکیل تصادفات از ابتدای پرونده خود در ارتباط خواهید بود و تیم متخصص لامن گروپ شانه به شانه شما در مراحل مختلف پرونده تصادف شما و دریافت بالاترین خسارت با شما خواهند بود. انتخاب شان گذرخوا وکیل تصادفات یعنی بهترین سرویس و دریافت بالاترین خسارت برای رانندگان اوبر و لیفت. 818-618-0508 818-988-7777 lamangroup.com. نه چک بزن نه چونه، الماس و بیار تو خونه. کالباس، سوسیس، خیارشور، کباب و خورش، همه جور. راحت رو مبلم بده، آنلاین سفارش بده. www.almasfood.com. همین چهارشنبه ساعت 1 با من شادی پزشکی در برنامه آب بهتر زندگی سالمتر همراه باشید. energicfamily.com 818-633-3399. Usted puede aprender a hablar español con los CDs de Nosrat. تعجب نکنید. بله، زانیار کمانگر هستم. شما هم با پشتکار، البته با گوش دادن به CD های نصرت، میتونید اسپانیش یاد بگیرید. 310-207-0771. How much money would you like to save just by doing something you're already doing? 15 or 25%? How about 30%? Here in California, Allstate Safe Drivers can save 30% just by doing something they're already doing. Driving safe. That's right, 30% just by driving safe. Allstate can help lower your cost of driving. Safe drivers can save 30% or more. Visit Allstate.com or call a local agent for a quote today. Subject to terms, conditions, and availability. Savings vary. ریزش مو میتواند نه تنها در ظاهر افراد بلکه در اعتماد به نفس و روابط اجتماعی آنان اثرگذار باشد. دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو میباشد که تاکنون هزاران نفر از سراسر جهان با روشهای طبیعی و ابتکاری دکتر مشکین موهای از دست رفته خود را باز یافتند. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 30 سال تجربه خوشحالم به اطلاع برسانم که امروز میتوانیم هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش با آخرین روش‌های FUE و FUT پیوند دهیم. و افرادی را که به اندازه کافی مو در پشت سر نداشته باشند، می توانیم از موهای بدن و ریش استفاده کنیم. لطفاً برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل و مطب‌های دکتر مشکین به وبسایت meshkinmedical.com مراجعه فرمایید. 949-219-2027. If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 949-219-0027 or go to meshkinmedical.com. من گیتا صرافان، مشاور وام شما. اگر تصمیم به خرید خانه را دارید و نمیدانید از کجا شروع کنید، اگر به فکر عوض کردن وام منزلتان هستید ولی نمیدانید چه نوع وامی مناسب شماست، با من تماس بگیرید. مطمئنم 28 سال تجربه و صداقت من راه شما را همراه خواهد کرد. تلفن تماس 818-907-8158-818-907-8158. گیتا صرافان.
خانم دکتر آزیتا سایان در برنامه دنیای عشق جوابگو سوالات شما هستند و به مباحث مهمی همچون ازدواج، تربیت فرزندان، افسردگی، طلاق، سکس و همجنسگرایی و هزاران موضوع متنوع دیگر می‌پردازند. دنیای عشق از رادیو KIRN 670 AM جمعه هر هفته ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. 310-460-2600. هموطنان عزیز، چنانچه به علت شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات مالی شده اید و از عهده پرداخت مخارج زندگی برنمی آیید، با من حمید سلیمانیان وکیل متخصص در امور ورشکستگی و کاهش بدهی های مالی تماس بگیرید تا با سابقه 25 ساله خود راهگشای مشکلات مالی شما باشم. تلفن مشاوره رایگان 818-501-2040 818-501-2040 حمید سلیمانیان. When Dad needed help getting around, I became his driver. Soon enough, it was up to me to be his housekeeper and financial manager, too. When he moved in, I became his cook and even his nurse. But no matter what roles I play, I know I'm still his daughter. We understand the roles you play. So to help, we created aarp.org/caregiving, where you can connect with experts and other caregivers. Visit aarp.org/caregiving. Brought to you by AARP and the Ad Council. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه سیاست و جامعه را هر یک شنبه از ساعت 4 تا 6 پس از نیم روز به شما پیشکش خواهم کرد. هر یک شنبه از ساعت 4 تا 6 پس از نیم روز.